بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و سال میلادی جدید 2018 رو به خوبی آغاز و هر روز بهتر از دیروز. متاسفانه یا خوشبختانه 7 روز است که در ایران تظاهراتی هست و جنبشی دوباره راه افتاده. چرا خوشبختانه و چرا متاسفانه؟ خوشبختانه از این جهت که مردم به خودشون اجازه دادن که جلوی زور و زورگویی و دیکتاتورشیپی رو بگیرن. متاسفانه از اینکه عده‌ای سودجو، فرصت طلب باز هم مثل گذشته صبر کردن. همچنین که مردم آمدن بیرون، موجی درست شد، اونها میخوان سوار بر این موج بشن و احتیاج داریم یکی باشه به مردم بگه که مواظب باشید. خوشبختانه دیروز آقای حسن ماسالی، دکتر حسن ماسالی اینجا بودن و یک برنامه‌ای رو اجرا کردن. ایشون 65 سال هست فعالیت‌های سیاسی و حقیقتاً یه جورای آزادی خواه، یعنی از اونایی که اسلحه داخل ایران برده زمان شاه، از اونایی که هم زمان شاه زندان بوده هم زمان خمینی زندان بوده، هم حکم اعدامش رو خمینی صادر کرده در هر صورت، ولی الان به یک نقطه رسیده که میگه مواظب باشید. و با وجودی که گفتن برنامه ای هم دارن اینها، دیروز وقتی صحبت کردن خیلی از دوستان با وجودی که میگفتن خیلی خوبه و متین و اینها صحبت میکنه، خیلی ها گفتن که خب چیز جدیدی ایشون نگفت، چه باید کرد. ایشون هم همینو گفت، گفت که من به خودم اجازه نمیدم به شما بگم شما چه کار کنید و شما اگر کسی رو قبول دارید ببینید اون بهتون چه کار میگه چه کار کنید و اگر چیزی که میگه منطقی هست عمل کنید. بذارید من همین اول برنامه به قول دوستان یه بار دیگه سال 2018 میلادی رو بهتون تبریک بگم. اینجا هم نوشته هپی نیو ایر، یعنی سال نو مبارک، شاد، هپی یعنی شاد. و حسابم رو به اصطلاح گفت من امشب آمده استم وام بگذارم، حسابم را کنار جام بگذارم. ولی تو من نفهمیدم وام بگذارم یعنی وام بگیرم بعد حسابم را کنار جام بگذارم یعنی چی؟ یعنی از یه طرف پول قرض کنم بعد بدهیمو بدم. اینم مهدی اخوان سالس این شعر بسیار زیبای زمستان رو گفت و خوند و فوت شد و رفت، یادش به خیر، روان شاد. ولی مطلبی که میخوام صحبت کنم، شاید شما در برنامه‌های گذشته حدود یک سالی شادم بیشتر، چون قبل از ترامپ و اینها بود، اسم شخصی رو شنیدید که من خیلی بهش احترام گذاشتم، آقای علی ترابی، همشهری خودم، و بارها هم تو برنامه گفتم که این آقا یه مدتی دنبال رو رضا پهلوی بود، دلیلش هم این بود که میخواست پناهندگی بگیره برای خودش خانواده‌اش، بعد که آویزون شده به کلیساها دیگه کاری به رضا پهلوی نداشت. و اون موقعی که دنبال رو رضا پهلوی بود، یه بار من دیدم یه نفر آمده نوشته که توی این دهن سربی باید سرب داغ بریزیم. اولا ببینید این آقا چقدر بیشعور و احمق، کسی که با برادر من هم دوره سربازی بوده، کسی که میدونه من شیرازی هستم میاد یه همچین چیزی میگه، کسی که بعدن میگه که یه بارم وقتی سرباز بودم با کامیون پدرت از تهران رفتم شیراز یا از شیراز رفتم تهران. ولی میخوام بهتون بگم وقتی کسی، نمیخوام به بی سوادا توهین کنی، ولی وقتی کسی سوادش کمه، این سواد فقط مدرک نیست، سواد ماجراش اینه که شما سخت کوش باشی، بری مدرسه، زمستون، تابستون، گرما، بهار، پاییز، بارون، یاد گرفتن رو یاد بگیری. این آقا وقتی که من میشناختمش، ایشون دیپلم نداشت، دیپلم نگرفته بود، بعد حالا میگه من مهندس عمرانم. این آقا برای دولت آخوندا داشته کار میکرده توی شاه چراغ، که خودش نوارشو من دارم که میگه وقتی من اونجا داشتم کند و کاو میکردم یه چیزایی به دست اون افتاد و کتاب و چنین و چنان. حالا این آقا بعد که ما بهش گفتیم آقا شما فوش میدی، توهین میکنی، من چون فکر میکنم تو همون آدم هستی، قیافت و اینقدر دراز تو اینها نمونه بود، من به تو توهین نمیکنم، ولی اینجوریه. این بعد دیگه قربون صدقه ما رفت و دوز شد و اینجا که اومد کمک میخواست برای بیمه، من راهنمایی کردم بهش، گفتم اینجوریه اونجوریه اینها، همه اینها بگذاریم.
رسید به جایی که این عقب افتاده کامران قادری که هیچ قدرتی هم نداره، یه آدمی که اصلا نمیتونه صحبت کنه، این معلومه منتالی عقب افتاده است، یعنی از لحاظ روانی. این آقا سرکلش پیدا شد. بذارید ببینم من اینو یکی پاک کنم، چون قبل از برنامه یه چیزی رو روشن کردم، دیدم به جای اکس سپلیت با سپلیت کامرا داره نشون میده و سیاه بود، قطعش کردم. حالا بذارید ببینیم، روی مردم تیوی هم هستیم و بله. خلاصه بعد با من اختلاف نظر پیدا کرد. اختلاف نظر هیچ اشکالی نداره. آقای زرابی هم اول اختلاف نظر داشت، بعدا فهمید من درست میگم. آقای ناصر پولی ممقانی هم اول با این عقب افتاده بود، بعد فهمید ما درست میگیم. آقای امید دانا و خیلی های دیگه. ولی خب هر کی کمتر میفهمه دیدتر دوزارش میفته. حالا یه دوستی بعد از این که من این علی ترابی رو بلاک کردم، گفت آی سوربی اینا مثل که شمشیر رو از رو بستن و دارن به تو حمله میکنن. گفتم مجید جان صبر کن، بلد یه چیزی بگم. ببخشید دوستان، اینا مثل یه گوزی هستن که میان و میرن. بله همون لحظه‌ای که میان بوی بدی هم میدن، ولی شما یک کم بری اون ورتر یا یه بادی بیاد اینا میرن. من ببخشید با گوهای بزرگی مثل رجوی و رضا پهلوی در افتادم. وقتی کسی خودش رو با اونا میره در میندازه، دیگه از کسی مثل علی ترابی عقب افتاده که باید هر یک شنبه خودش، زنش، بچهش، دامادش، دخترش رو، نوش رو ببره کلیسا، تا بلکه کلیسا از اون صدقه یه پولی به این بدن، من از اون وحشت میکنم. مجید جان خودت الان بنویس، بنویس من از یک همچین چیزی وحشت میکنم. شما نمیدونی چه کسایی اومدن و رفتن، چه کسایی با من در افتادن و بعد چه کسایی گفتن آقا ما غلط کردیم و تو زودتر از ما فهمیدی. البته اونا آدمایی بودن که اقلن این شهامت، این جوانمردی، این شجاعت رو داشتن، ولی یه آدمی مثل این 60 خورده سالشه، تازه بلند شده از ایران رفته ترکیه، از ترکیه اومده اینجا، بزرگترین نصیحتی که من بهش کردم گفتم بدبخت برو انگلیسی یاد بگی که هر جا میخوای بری مجبور نباشی دست نوت و بچه تو بگیری ببرن اونجا، مثل آدم کوری که عصا با دست باشه. در صورت دوست عزیز، بذار هر چه میخواهد دل تنگیشون بگن. آقای کامران قادری خودش لو داد، خودش گفت رفته تو جندخونه ترکیه داره زندگی میکنه با یه خانمی که متاسفانه اونم شیرازیه، خانم یا فرهناز بیدوخ بیدوخ هرچی. اینا آشغالن، اینا کسافتن. و سعید چقدر قشنگ حرف میزنه، میگه سوربی وقتی یه کسافتی آشغالی هست فوری بندازش تو سطل آشغال، هی وازش نکن، به ما نشون بده، بگو نگاه کن چه این آشغال بوب گند میده. باشه چشم، بستم انداختم سطل آشغال. دوستان عزیز بذارید ببینیم که این ایام هم شده مثل ایام عاشورا تاسوعا، چیزی که من به طرفداران شیعه میگم اگه شما باور دارید امام حسین دانسته رفته، اگه باور دارید حضرت علی میدونسته که الان ابن ملجم میاد شمشیر بهش میزنه و اینا شهید هستن، ببخشید مرض دارید گریه میکنید، مرض دارید تو سر خودتون میزنید. حالا این ماجراست. اگر خوشحالید که این مردم میرن و برای حق، برای آزادیشون اینها به اصطلاح کتک میخورن، کشته میشن، تا حالا چند نفر کشته شدن تو این 7 روز؟ من نمیدونم تعداد دقیقی، متاسفانه نه خبرگزاری های ایران درست میگن نه خبرگزاری های اینجا. ولی اون چیزی که من دارم میگم و نظر خودم هست و شما میتونید نظر دیگه ای داشته باشی، میگه که سوربی جان با یه مصاحبه با مسعود رجوی ترتیب بده. دوست عزیز اونو باید از اونایی بخوای که دیدی اینجا یه عده هستن که با مرده ها تماس میگیرن، یعنی مثلا طرف پدرش مرده بعد یه عذاب روحی داره، بعد میگه که میره یه پولی میده به اینا، کاسه آبی میذارن و چراغی خاموش میکنن و اسفندی دود میکنن و شمعی روشن میکنن، بعد میگن اوه اوه، میگه حالا بابات اینجاست بگو ببینم چی میگه. اینم میگه بابا جون ببخشید من اون دفعه اومدم نمیدونم خونتو گذاشتی بانک، من رفتم بیزینس باز کردم و شکست کردی، بعد اونم افسرده شدی و مردی. بعد میگه آره بابات شنید راضی شد، برو تو هم خوب زندگی کن. من راه تماس با مرده ها رو به اصطلاح ندارم و نمیدونم. این دوستمون میگه که این رو پخش کنید. آقای هوشنگ رادخو دوست عزیز، اصلا برای شما خجالت آوره که یه همچین ویدیویی درست کنی
کسی که سالها تو رادیو تلویزیون بوده، کسی که شاگرد آقای فولادوند بوده. این بیچاره فولادوند یه هنرمندی بود، یکی از دوبلورای ایران بود که با چند تا جای چند نفر صحبت میکرد و خیلی به این هنر به اصطلاح چی میگن وقتی خیلی زبده هستی و ماهر هستی. آخه بعد شما اومدی برنامه های خودت رو تو تلویزیون برنامه هایی گذاشتی تو تلویزیون مردم، حالا رفتی نشستی پشت یه پرده ای که نور از اونجا میاد، شما خودت شدی مثل سیاه قلم، از این ور مواد دیگه حالا سفید شده و رنگ نمی کنی یا اینها، آمدی یه کلاه مثل قبل گذاشتی سرت، به مردم شما چی میگی؟ آقا تا اونجایی که ما میدونیم میگن رهبر یعنی لیدر، لیدر یعنی لید میکنه، گاید میکنه، راهنمایی میکنه، راه نشون میده. شماها پیشنمازم نیستید، شماها وایسادید مردم را بیفتن بعد بیاین پشت سرشون. این دوتا اشکال داره، یکی این که لابد از لحاظ خودتون خب فکر میکنید که اینا بره هستن اون جلو باد برن، ما هم شبان هستیم پشت سرشون. دوم این که شماها سوء استفاده چی مفتخور هستید، میگید حالا این بره ها میرن 300 تاشم توی این سلاخونه کشته بشه، باز اون 700 تایی که به مقصد میرسه من اونا رو میفروشم پول میگیرم و میام. عزیز من اینجوری نیست. خب حالا ایشون برای من یه ویدیوی فرستاده من پخش کنم، چش دوستان من اینو پخش میکنم، شما ببینید اصلا اولا این ویدیوهای مردشور این مسنجر رو ببره که اون پدر سوخته ای که این به اصطلاح فکر مسنجر رو انداخت تو سر فیسبوک، اون دیگه چه ولد چموشی بوده. بذارید من این ویدیوی آقای سیاه قلم، ببخشید آقای هوشنگ رادخور رو بهتون نشون بدم. دوستان نگاه کنید، ایشون حداقل 20 ساله داره کارهای رادیو تلویزیونی میکنه. یه وقت من بهش میگم آقا این پرچم پشتت این رنگیه، نورت اینجوریه اینجوریه، حالا چند مدتی هم ازش خبری نبوده، حالا که مردم 7 روز دارن خودشون رو به آب و آتش میزنن، ایشون آمده جلو، با هم گوش بدیم ببینیم ایشون چی میگه. آگهی رسمی جبهه آزادی خواهان مردم ایران و همپیمانان شناخته شده مردمی در راستای خیزش ایرانیان و واکنش‌های دیکتاتوری اسلامی در پی گفتگوهای سازنده با سازمان‌های همپیمان این جبهه. ببینید دوستان از اول دروغ، سازمان جبهه آزادی خواهان، آقا چی هستی؟ ببخشید عذر میخوام، یکی از این جوکای شیرازی این بود، گفت یه پسر شیرازی میخواست بره خونه شون، گفت خب دیگه ما رفتیم، دوستش بهش گفت منظورت از ما کیه؟ گفت خب من هستم و سایم چیزم هست و وایم، این میشه 4 نفر. آقا شما با کیا هست؟ با یک دوستی هستی به نام آقای سعید قهرمانی که شما 50 دلار میخواستی برنامه بذاری، شما از تگزاس اونا از اروپا توش مونده بودید، شما با کدام سازمانهای ایرانی در ارتباط هستید؟ آقای هوشنگ رادخو عزیز برادر، این دروغگویی های شما، این دروغگویی های فولادوند، این دروغگویی های امیر سلطانی معتاد، این دروغگویی های اون آقای شادمهر شارمره چیه؟ اینه که امروز هیچ کسی، شماها شدید چوپان دروغگو. دیشب یه برنامه میدیدم راجع به این ترامپ نادان شارلاتان، 1950 تا دروغ تا دیشب گفته، میگن حرفایی که این میزنه فقط 16% درسته، لابد اونجایی که میگه اسمش ترامپه 16% درسته. بعد اون آقایی که هم زار، میدونید که این کسایی هستن که از بس زیاد میدونن اینو میذارن سر یک قسمت کار به اصطلاح دولتی به عنوان مشاور. مشاور اوباما اومده بود به اون مرده که طرفدار ترامپ شارلاتان بود، میگه آقا اینی که امروز میاد میگه سال 2017 هواپیماها تصادف نکردن، هیچ مسافری کشته نشده به خاطری که من رئیس جمهورم، این چوپان دروغگو، این بر میگرده عکس العمل داره و چیز داره، چی میگن فایر بک فایر میکنه، همون یعنی واکنش داره. بعدن اگر یه روزی هم بیاد فریاد بزنه آی گرگ آمد، هیچ که باور نمیکنه. مردکه نادان دروغگو دیروز در افتاده با اون عقب افتاده مال کره شمالی که اون گفته من اینجا یه چیزایی میفروشن 7-8 دلار،
الکی من اولا گفتم خب این چیه، هی میزنی یه دکمه قرمز یه میزنی رو میزه، میگه برای اعصاب خوب، وقتی اعصاب خراب بزن روش. حالا اون دیوونه توی نورد کره شمالی گفته که من این دکمه رو گذاشتم آماده، همم گفتن این بعد از سال 2018 میخواد یه موشک دیگه هوا کنه. آقا پول نداره، داره از گرسنگی میمیره، هی موشک هوا میکنه. از این ور این دیوونه بهش گفته موشک من بزرگتره، نمیدونم اتم ما بیشتره، همه میگن آقا اصلا این غلطه، این اشتباهه. حالا شما هم آمدی آقای رادخو، اگه خمینی هم کامپیوتر داشت و مثل شما مینشست فیلم اینجوری سیلویت سیاه قلم درست میکرد که پشتش نور باشه، خودش عین امام زمان، هنوز نشسته بود توی عراق، هنوز نشسته بود توی فرانسه. عزیز من باید ببخشید آمریکایی میگه انگلیسی میگه، بال داشته باشی بلند شی بری. شمایی که گرند فادر هستی، شمایی که نوه داری فلان داری، همه خوشی های دنیا رو داشتی، دور شاه زندگی خوبی داشتی، دیگه چه نگرانی داری؟ آقا بلند شو برو دیگه، ماکسیمومش کشته میشی، میشی افتخار خانوادت. دروغ میگید شما، دروغ میگی. اگر راست میگفتید میرفتید به جای 10,000 نفر 100,000 نفر میمد. راستی دوستان چند هزار نفر آمدن، چند میلیون نفر آمدن؟ میگفت در 18 تا شهر مختلف این جنبش خودجوش که اول خودجوش مردم بود، بعد این نتنیاهوی بیناموس وقتی میاد اینجوری میگه، دست آخوندهای بیناموستر یک بهانه میده که اونا بگن دیدی بهت گفتیم اینی که تو خیابونه نوکر نتنیاهوه، دیدی بهتون گفتیم اینی که تو خیابونه نوکر ترامپه. اگه اینا خفه میشدن، اگر اینا خفه میشدن وضع مردم بهتر بود، ولی یک نگرانی پشت همه اینا هست. یه دوستی دارم آقای ناصر رحیمی، مثلا این آقا نوشته، بهتون نشون میدم دوستان، نگاه کن این رو پخش کن پارسا جان. آقا ببخشید من نه نوکر پدر شما بودم نه نوکر شما هستم. این آقای هوشنگ رادخو نگاه کنید، آخه بابا جون شما 70 چند سالته، سلام علیک، میدونی لطفاً همینجوری این رو پخش کن. شما نمیدونید در این 7 روز گذشته که حالا تصادفاً یا بلکه تصادفی نبوده، بر حسب ماه و تقویم سال، سال نو اینجا بوده و ما هم 2 دوشنبه تعطیل بودیم، 1,000 تا شاید هم بیشتر، آقا اینو پخش کن، آقا اونو پخش کن. میگم برای چی پخش کنم؟ آقا شنبه سازمان مجاهدین آمده به یک اسم دروغی اجازه تظاهرات گرفته. آقا من، آقای ترشیزی، من خانم مریم فامیلشون سولتیه فکر کنم و خواهرشون خانم ماندانا، اینا رو ما تجربه کردیم. آقای اصغر عباس اصغر عباس زاده میدونه اینا آمدن دروغ گفتن به مردم، گفتن تظاهرات برای حقوق بشر. وقتی که مردم آمدن، بله بالاخره هر کس تو خانواده‌اش یک کسی رو تو ایران گرفتن، شکنجه کردن، زندان کردن، میان مردم. بعد یه دفعه دیدم از اون دور عکس رجوی و مریم با ماشین بزرگ رفت جلو، هی یکی یکی به هم پچ کردن، مردم رفتن خونه هاشون، امروز دیگه نمیان. آقای ترشیزی چوپان دروغگو، این ماجرای مجاهدین و 50 تا وبسایت مجاهدین و 50 تا سازمان قلابی به ضررتون تموم شده، هنوزم نمیفهمید. آقا اگر سوربی دزدی نکرده باشه نمیاد یه شرکتی درست کنه به نام ABC، بعد اینو بزنه زمین، بره پشتش بذاره حالا BCED، بره یکی دیگه واز کنه XYZ. اینجا بهش میگن شل گیم. شل گیم یعنی شما یه شرکت درست کردی ورشکست کرده، مثل آقای ترامپ یه سرپوش میذاری روش، میای این و میگی من با اینا کاری ندارم، پیف پیف اینا بو میدن، دوباره یکی دیگه درست میکنی. 4 بار ترامپ این کارو کرده، اون وقت من و شما نباید احمق باشیم آقای ناصر پولی ممقانی که بیایم پتیشن بنویسیم با آقای ترامپ که آقای ترامپ بیا به ما کمک کن. برای آقای ممقانی نوشتم که آقا من به شارلاتان، به دزد، به بیناموس، به جاکش التماس نمی کنم، ولی با همه اینا شما اگه یه چیزی میخوای چاپ کنی، من مثل اون کیک، اون قنادی که اینجا گفته بود من برای اینایی که گی هستن کیک درست نمی کنم، نه من برام فرقی نداره، شما گی باشین، هرچی تو اتاق خوابتون هر کاری میخوان بکنی بکنی. والا اولین باری هم که
یک شرکتی هست اینجا ایمیل میزنه برای ما، ویدیو گیگ بهمون میده، کارهای ویدیو میده فرستاد، و من یکی از عروسی ها رو که گرفتم، بعد صاحب اونجا دیوید برای من نوشت که سوربی اینا گی هستن، برای تو مسئله نیست؟ گفتم نه، نه من میخوام باشون بخوابم نه کاری، من میام فیلمشون رو میگیرم، پولمو میگیرم میرم. و آقای ناصر ممقانی میگم با همه اینایی که با این نوشته مخالفم حاضرم پخشش کنم به شرط که هزینه‌شو بدین. بعد میگه من متوجه نمیشم. آقا این ماجرا چیه که ما وقتی یه کسی میگه پول، وقتی یه کسی میگه هزینه، گوشمون کر میشه، چشمون کور میشه، سواد خوندن نوشتن از دست میدیم. با آقای ناصر رحیمی میگم شما که اتوبوس گرفتی میخوای پیرزنها پیرمردا اینا رو ببری تظاهرات، اولا این کاری که دارید میکنید درست همون کاری که ساندیس خورو نمیدونم جمهوری اسلامی کرده، که من گفتم هیچ عیبی نداره شما پول خرج کنین، شما چلو کباب به مردم بدید. خب حالا پول تبلیغشو باید بدی. بعد آقای ناصر رحیمی میگه حتما ما بودجه برای این کار در نظر خواهیم گرفت. خب یعنی شما از همون اول کارتون خرابه. حالا آقای ناصر رحیمی هم یکی از مهندسای اینجا هست، وضعش هم خیلی خوبه و فلان اینا، قبلا هم اینجا بود، قبلا هم فعال بود و یکی از طرفداران پادشاهی، نمیدونم هنوزم پادشاهی هست یا اینم مثل دوستان سلطنت طلب رفته طلبشو گرفته و کم لق سلطنت. آقا خانم، یه دوستی دیروز نوشت که آقای سوربی این چند تا چیزو من نوشتم آمدم بذارم روی وبسایتتون، روی فیسبوکتون، نشده. خوندم دیدم آقا چیزایی که میگه make sense، درسته. ببین اون وقت به خرج خودم گذاشتم اونجا، برای ایشون گفتم که مهمون من این کاری که شما گفتی $10 هزینش گذاشتم، رفتم بیرون برگشتم اومدم دیدم $50 فرستاده. آقا والا خانم بلا، ما به اینایی که پول میدن به اصطلاح احترام نمیذاریم، ولی خب نشون میده اینا انسانن، نشون میده اینا میفهمن. طرف میگه آقا من به خواننده ها اختار میکنم که بیان بیرون. میگم آقا مگه خواننده نوکر توه؟ تو به خانمت نمیتونی بگی بیا همراه من بری تظاهرات، به بچت نمیتونی بگی بیا برم بیرون. کجا چه کاره مملکتی $30 دادی رفتی یه کنسرتی که اونم خدا میدونه، یه بلیت خریدین رفتین از این ور در باز کردین، 4 نفر از پشت اومدن تو، دیدم اومدن این کارو کردن دیگه. تو رستوران رنه آشپزه اومد گفت که هی مستر سوربی، گفتم گفت خیلی ها از این در فرار آتش دارن میان داخل. گفتم یعنی چی؟ گفت یکی از اون ور $10 داده اومده رفته تو، در واس کرده، دوستاش از این پشت میاد. آقا خانم ما ایرانی ها این هستیم، چرا گول خودتون میزنی؟ چرا به خودتون دروغ میگی؟ من میگم امشب تمام آخوندا یه مرضی اومد به نام این سفلیس و وبا و اینا، اسمش مرضه ویروس آخوند کش بود، همه اینا مردن. خب آخه شما فردا میخواین رضا تنبل رو بیارین؟ کجا هست اصلا؟ این چند روزه کجا بوده؟ احتمالا یک کشور این ورانوری، نمیدونم جنوب فرانسه، عروسی یک 16 دیگه است، اینا رفتن اونجا مفتخوری، آمده یک مصاحبه با یک خانم نازنین نمیدونم چی توی بی بی سی پخش کرده و رفته. آقای رجوی میخواد بیاد بشه رهبر، خانم مریم رجوی میخواد بیاد بشه رئیس جمهور، برنامه‌شون چیه؟ یا این عقب افتاده دکتر سینا حمزه‌پور کیه؟ مردی که شب سال نو یه برنامه گذاشته تو مکلین شاه و وزیر انتخاب میکنن. گفتم مردک برو وزیر برای این ترامپ انتخاب کن که هنوز کابینه خودشو نتونسته تکمیل کنه، داره میشه یک سال، 20 ژانویه میشه یک سال ترامپ کابینه خودشو نتونسته تشکیل بده. دوستی اینجا نوشته که بیاین از ایران چه خبر؟ والا همین چیزایی که شما میبینی و چیزی که شما تو اروپا احتمالاً دیدی 6 ساعت پیش، من 6 ساعت دیرتر از شما دیدم. گفت اون شعره بود چه خبر از ایران، کی بود جهان میخون، یادش بخیر، این جهان قشقایی هم همدوره مدرسه ما بوده، احتمالاً با همین علی ترابی احمق به اصطلاح هم کلاس بوده. عاملان اصلی دوام حکومت وجود رجوی، حاکمان آمریکا و اسرائیل و شاولایا و گروه های تجزیه طلب و این بار آمد نیوز و فخرآور حسینی سر رأس مثلثشون. خب قربونت برم، این که شد هممون. فخرآور کیه؟ فخرآور یک کسیه که آخوندا تزریقش کردن به خارج،
و الا شما کجای دنیا، یکی میره زندان، یه آقای مثل ریچارد پر تماس میگیره باهاش تو زندان، بلیط هواپیماشو میخره، هتلش هم براش رزرو میکنه. نمیدونم این ریچارد پر گیه، با این تو هتل چه کار داشته؟ بعد میره برشون داره میاد. کجای دنیا آقای باتیبیزاده میاد بیرون، بعد رو الاغ نشسته با مامور جمهوری اسلامی داره تلفنی صحبت میکنه، ریکوردش هم میکنه، این پخشش میکنه، بعدم فخرآور میگه من اینو به دست آوردم پخش میکنه، اون میگه نه کرخه اینو من خودم دادم بیرون. حالا شما میگی این آقای زم روح الله زم اتفاق من باهاش در تماسم، یه نواری اومده بیرون، پریروزا بهتون گفتم، شاید هم یادم رفته نمیدونم، خانم ندا امین یا چیزی که اونم میگن جاسوسه، نمیدونم از ترکیه رفت اینور اونور، این پخشش کرده. برید توی اون گوش بدید ببینید این آقای زم با این آقای بیژن فرهودی، با همین آقای نمیدونم عارف، با همین آقای محمدی که شما نوشتید، ببینید چی گفتن، چه صحبتایی کردن. اصلا جمهوری اسلامی لازم نیست خامنه ای بیاد اونجا بگه اینا مامورای جمهوری است، مامورای خارجی هستن، این نوار رو پخش کنه، مردم میگن بابا عجب بی‌ناموسایی ان اینا دیگه. آقای زن با یه آقای صحبت میکنه، اون آقای صداشو عوض کرده، بعد میگه که بذارید ببینم براتون میتونم پیداش کنم، این روی فیسبوک ما هست، میتونید برید ببینید فیسبوک مردم تیوی. من میدونید فیسبوک خودم رو سعی میکنم مال خودم باشه، ولی گاهی وقتی هم دیگه، حالا بعضی دوستان هم میگن نه این رو بذار روی فیسبوک خودت، بیاین تو مردم تیوی من اینو بهتون نشون بدم، یه تبلیغ مجانی هم باشه برای مردم تیوی. ضمناً یه آقای از آلمان به من هارد تایم داده، هارد تایم یعنی تهدید کرده و میخواد منو سو کنه، من یکم بهش وقت میدم بره دوربینش حاضر کنه، آماده کنه، تلفنشو بگیره دستش و چیزایی که من میخوام دربارش بگم ضبط کنه و بره منو سو کنه، شکایت کنه. دوستان عزیز، میان روی فیسبوک میگه مردم تیوی، حالا به تیک میگه آقا 27 دقیقه نگذشت تو رفتی تو فیسبوک. نه عزیز من، این برای اینه که اون ویدیو رو من پیدا کنم به دوستان نشون بدم. آها، میان اینجا این فیسبوک لعنتی هم ببینید، اینا باید همش تو هوم باشه، اینا رو گذاشته تو پست، بیان پست رو اینجا این بغل، این بغل پست کلیک کنین، وقتی میان اینجا احتمالا شما اینجوری میبینین، چون شما به عنوان ویزیتور میان، من اینجا الان میزنم ویو از ویزیتور، شما اینجوری میبینین. خب میان پایین، میان پایین، میان پایین همینجوری تا برس بینم دوباره رفتیم هوم یا پستیم. عجب دیوانه هست این. حالا الان همینجوری میبینیم، بالاخره ببینیم چی میشه. داریم پایین، این پسره آمریکایی قشنگ صحبت میکنه. دوستان حرفاشو گوش کنید، حتی اگه خودتون انگلیسی بلد نیستین به یه دوستون بگید ببینید چی میگه. تعریف میکنه که میگه مردم تو ایران دارید این کارو میکنید، ترامپ و آمریکا و اینها، برای عراق، برای سوریه، اینها بزنین براتون پخش کنم. Hey folks, these protests that are happening in Iran right now, this is not good. All right? Now, a lot of young people in Iran have deep frustrations. They're frustrated with the country. They want things to reform and change. That's one thing. But if you look at what's happening now, we've already seen that the U.S. government is basically supporting these protests. And look what happened in Syria. Look what happened in Libya. Look what happened in Iraq. The result of efforts by the United States to دوستان اگه دقت کنید ببینید چی میگه. میگه من میدونم که مردم ایران از دست این دولت، یعنی حکومت آخوندی، عاجزن، به سطوح آمدن، ولی این قسمتش که دولت آمریکا از تظاهرات به اصطلاح حمایت کرده و اینها، این خوب نیست. این نشون میده که اینها برای ایران یه فکری دارن مثل عراق. میدونید که ترامپ اصلش وقتی آمد گفت که ما چرا عراق رو آزاد کردیم ولی نفتاشو ما نمیفروشیم، نفتشو باید بده به ما. این یکی. این نوشته دوستمون آقای فرزاد نیساری رو حتما بخونید. این همون چیزیه که من گفتم وقتی برای من فرستاد، من دیدم make sense یعنی عقلانیه و من اینجا هم گذاشتم و نوشته که مثلا هیچ نماینده، رهبر، سیستم، قانونگذار، شاه، گدا، حزب و سازمانی نگاهدار منافع جوانان و فرزندان ایران نیست، مگر آنکه حداقل‌های زیر را پیش از به دست گرفتن قدرت پذیرفته، رسما در رسانه‌های مردمی پذیرش آن را به آگاهی مردم ایران برساند. یک،
تا 13 تا نوشته، برید بخونید دوستان. و مثلا آقای رضا سلامی، این دکتر سلامی همشهری خوب ما، باز یه چیز فرستاده بود که آقا اینو پخش کن. میگم آقای سلامی شما بیا جلو، صورتتو نشون بده، اسمتو نشون بدیم، بعد ما اینو پخش کنیم. ما اگه یه چیزی اینجوری پخش کردیم، آقا کوکتل مولوتوف برو بزن به بانک بنداز، طرف وقتی داره میندازه به جایی که بیفته رو ماشین پلیس، افتاد وسط یه جایی که یه خانمی با بچهش نمیتونه با سرعت بدوه، بچه آتیش گرفت، یک عمر این بچه سوخته، من شب خوابم نمیبره. ولی اگه شما خوابتون میبره بیان. در هر صورت این برنامه هایی که میان پایین، این ویدیوی آقای سهراب چمنارا اینجاست، بعد میایم ویدیوی دکتر حسن ماسالی مال دیروز اینجاست، میان پایین میان پایین. میخوام براتون همینجور برسم به اون بعد نوار چیز، کاش گذاشته بودمش بالا که زودتر میدیدیم که خانم، گفتم کی اسمشه، امین، بله، اینجا هم نوشته که به دنبال تظاهرات مردم در ایران، رضا پهلوی مادرش با طرفداران خود به سوی ایران پرواز کردند، قرار شده از بالا تماشا کنند. هر وقت فرش قرمز براشون انداخته شد، هواپیما را در فرودگاه تهران به زمین بنشانند و با مردم در مراسم تاجگذاری شرکت کنند. اینه دوستان، حالا گوش کنید. نوشته من نوشتم اینجا، چون یه روز قبلش، البته این کیه، 31 دسامبر، و 30 دسامبر خانم ندا امین که یه بار با من تماس گرفت از ترکیه و گفت برای آقای مصاحبه بذار، گفتم به خودش بگو به اصطلاح تماس بگیره، و بعد دیدم بو میده، باشون مصاحبه نکردم. یکی از محاسن من، ماشاءالله من خیلی محاسن دارم، یکی از محاسن من اینه که بوی گند رو زود متوجه میشم. ببینید حالا این آقای روح الله زن، زمنان همینجا برای آقای روح الله زم حق رزرو میکنیم که ایشون هم بیاد صحبت کنه، و کرده توی برنامه ها، توی وبسایت خودش و اینها گفته که این نوار ساختنیه. ولی منو آقای زم یاد نوار لاس زدن آقای دکتر علیرضا نوریزاده با اون دوست دخترش انداخت که چه سیگاری هوف میکشید و خدا میدونه یک تلخی هم انداخته بود، یه چایی هم خورده بود و لاس میزد. حالا شما میگی این نوار، نوار ساختنیه؟ گوش بدیم دوستان با هم. سلام آقای زم. سلام آشد، حال شما خوبه؟ چه عجب نشد زدم گفتم نبودم. ما که هیچی، ما داریم فش میخوریم دیگه، نمیبینیم اگه صبح تا شب داریم از جمهوری اسلامی فش میخوام. به قرآن با پیل برداشتم، باز یه مطلب زد زدم که چی کردم که اینجا مال داعشه و مال عربستانه، یه کپی مجعول گذاشتم، حالا لینکشو برات میفرستم. مالزی بوده دوستان، همینجا داشته باشین. این آقایی که صداش مثل آقای سیاوش آذریه، ولی این صدا حقیقی نیست، این صدا رو با دستگاه به اصطلاح عوض کردن، دیکوی کردن. این آقا حالا اینجا این میگه به ما میگن عرب و اینها، بعد ببینید اون آقا چی میگه. میگه بله این عربا که پول زیادی میدن، حساب کتابم نمیخوان، ولی من چون باید از آمریکا پول بگیرم به شما بدم، باید حساب کتاب داشته باشی، باید اسامی رو بدی. و ببینید آقای روح اللازم چقدر قشنگ، آقای روح اللازم این کجای نوار قلابیه، کجاش حقیقیه؟ لطف کن بیا برای ما توضیح بده، بشنوید دوستان. دیگه من صحبت نمی کنم، 15 دقیقه است، ولی به شنیدنش میارزه برای کسایی که اینا احتمالاً از یوتیوب بعدن میبینن یا روی مردم tv.com میبینن، روی فیسبوک یا میتونین خودتون زحمت بکشین بریم پایین نگاه کنین ببینین. آخه اینا ربط هم نداره، آخه ما مثلا با عراق در جنگیم، لاغر یکی از ما انتخاب کنن پول بگیری ازش. دو تا طرح راجع به تلویزیونه، یکیشو از محمد حسینی گرفتم که اون تقریبا یه چیز خیلی خوب. همینجا آقای روح لازم، این شما میگی این نوارا بریده بریده شده، ولی اینجا که میگی دو تا طرح از محمد حسینی گرفتم، این قسمتش درسته یا نیست؟ طرح محمد حسینی چیه دوستان؟ میگه برید بانکا رو آتیش بزنید، برید نمیدونم جاهای عمومی مردم رو آتیش بزنید، نمیگه برو آقای آخونده بزن بکش. خب این طرح رو شما از این گرفتی، لابد اون پولی هم که محمد حسینی میگه ما 1 میلیون دلار داریم که خرج کنیم، که حالا یا دروغ یا راست،
که این روزا من هی باورم میشه آقا یه پولایی هم هست، فقط این وسط ما بدبخت بلد نبودیم این پولا رو بگیریم، خودمون رو مشغول کردیم با علی ترابی عقب افتاده و کامران نمیدونم چی بحرانی نجات چی این قادری میانسالی فلان، به جایی که بریم واشنگتن. من دیروز صبح تو واشنگتن بودم، شما نمیدونی چه خبر و چه جنب و جوشیه، هر کسی داره میره دنبال کونه یه نماینده که آقا دستم به دامنت یه پولی به ما بده، که مسخره میکنن اینجا. میگه آقا طرف اومده میگه 25000 دلار بده من میخوام ایران رو نجات بدم، به نظر میرسه مورگیج خونش عقب افتاده، مورگیج یعنی قسط خونش، وام خونش. بله آقای پرویز میگه ترامپ هر که هست رئیس جمهور آمریکاست برای یک در بازار، آقا بازار بورس از قبل داشته میرفته بالا. آقای پرویز کاپور من برای شما احترام کوپالی کوپای کوپای یا کوپای نمیدونم این انگلیسی هم نوشتن یه قاطی میشه، آقا اینا کاری به این نداره که این چه غلطی کرده که بازار رفته بالا. بازار شما اگه نگاه کنی از 2008 که سقوط کرد همین جوری داره میره بالا. چیزی که هست شما هر کی بلندگوش بیشتر داد میزنه اونو میبینی، نمیری تحقیق کنی. این سیر بالا رفتن این مارکت کاری به ترامپ نداره، یا نمردن هیچ مسافری تو هواپیما. میگه آقا 2017 کسی نمرده، 16 نمرده، 15 نمرده، 14 نمرده، 13 نمرده، 12 نمرده، 11 نمرده، 10 نمرده، 2009 هم نمرده. یعنی از زمان اوباما تا حالا هیچ کسی تو هواپیماها تو پرواز فلان نمرده، ولی هیچ کدوم از اونها احمق و شارلاتان و پدرسوخته نبودن بیان بگن به خاطر ما بوده. اتفاقا همون پروفسوری که گفتم دیروز داشت درباره همین میگفت، به اون طرفدار ترامپ که طرفدار ترامپ اصلا مونده بود توش، میگه آقا این وقتی دروغ میگه اینجوری، خب حتما فردا میخواد بگه که یک شهابی سنگ آسمانی هم داشت میمد من جلوشو گرفتم. میگفت شماها که دوستش هستین، شماها که طرفدارش هستید بهش بگید این چی شما دارید میگی، حالا بره بالا، بره دوباره انتخاب بشه. بابا سربیه، بابا سربیه گرامی، با دکتر روزبه آذربرزین دانشمند بزرگوارمان گفتگو کنید که او را به برنامه فرا بخوانید، بسیار سودمند و روش. همین شما اینو میگی آقا 100 دلار بفرست تا من باهاش تماس بگیرم، نمیگید همتون شدید ببخشید ارباب دستور میده. آقا چلو کبابی، شما اگه رفتی یه بار دستور دادی وقتی رفتی تیپ بهش ندادی، دفعه دیگه قیافش میسازی یه توف میندازه تو خوراکت. این چه عادت زشتیه که ما به خودمون اجازه میدیم به یک کسی که تلویزیون داره برنامه خودش داره هی بیان بهش بگی اینو نشون بده اینو نشون بده، یعنی چی؟ خب شما مگه خودت دست نداری، پا نداری، مگه صدا نداری، مگه زبون نداری؟ خودت بیا حرف بزن، بیا حرف بزن تا مردم ببینن یه آقایی به نام پرویز ای کوپایه یا کوپای میگه ترامپ هر که هست. آقا ترامپ یه شارلاتان جاکشه، این زنش رو پولش بدی برای اینو اونم میبره. شما فکر میکنی حالا برای اون آقای آلمانی که میگه من کلی مدرک دارم تو به مدرک من بی احترامی کردی من سود میکنم، میگم اولا احمق، من و تو توی قسمت پرایوت مسیج داریم با هم صحبت میکنیم، ولی حالا من چون تو میخوای منو سوب کنی میخوام بهت نشون بدم نه سوادت سواده نه تهدیدت تهدیده، میام تو برنامه عمومی نشون میدم و مسخرتم میکنم بعد ببینم چه گویی میخوری. برگردیم با این آقای زن، گوش کنید دوستان ببینید اینا چی میگن. عجیب غریب داده با اینا تقریبا برای یک سال که اصلا یه چیز غیر منطقیه، ولی از این فرهودینا بیژن فرهودینا از اون کسی که اون تلویزیون زده یه طرح گرفتم، نه ایران اینترنشنال رمضان پوری ناست که از عربستان داره پول میگیره اون چی، یه دونه شبکه رسانه‌ای به موازات اون تو لندن که قاسم دوران. دوستان نگاه کنید میگه از بیژن فرهودی هم یه طرح گرفتم. بیژن فرهودی کیه؟ بیژن فرهودی اینجا بود برای وایس آف امریکا سالها کار میکرد، وقتی که ول کرد و رفت انگلستان با من تماس گرفت که سوربی من میخوام برنامه داشته باشم. گفتم خب برنامه داشته باش، بیا اینجا هفته یه بار برنامه بذار. گفت شما میتونی به من پرداخت کنی؟ گفتم نه عزیزم، شما میتونی برنامه بذاری بیا به مردم بگی سپورتت کنن، هر کی هر چی فرستاد من 50%ش هم به خودت میدم. دید نه آقا اینجا پول گیر نمیاد، رفت کجا؟ رفت کیهان لندن. کیهان لندن رو کرد تلویزیونی، یه چند تا برنامه گذاشت. تو برنامه‌اش اینا چیزی ندارن بگن، اینا میکروفون رو برمی‌دارن، دوربین رو برمی‌دارن، میرن یه ناهاری می‌خورن میرن می‌شینن یه صحبت می‌کنن میان، چهار نفرم میگن به به
چهار نفر دیگه هم میگن آوا عجب حرفی زدی، چی گفتن اینا. خب حالا اومده رفته یه جایی به نام بیان بنیان یه چی، ولی ببینید این آقا چی میگه. میگه اینو اون کسی که اون پولی گرفته، بعد اون میگه همونی که از اونا میگه نه این پولی که از عربا گرفتن. خب شما بهانه میدید دست این آخوندهای پدرسگ. آخونده میگه اینها نگاه کنید این رادیو تلویزیون هاشون همش از عرب و از آمریکا و از انگلستان و از اسرائیل پول میگیرن. مگه وقتی مجاهده اومدن اون ستلایت رو نشون دادن، مگه آخونده نگفت گفت آقا اینها رو اسرائیل داده دست اینا؟ بعد هممون قبول کردیم چون درست میگه. آقا دیگه وقتی آخوند درست میگه که مهم نیست که آخونده یا رضا پهلویه. آخونده میگه شما که تو اشرف نشستی، عراقی و کرد و حتی سپاه قدس میاد میزنه 40 تاتونو میکشه و خبر نداری. آخه پوفیوز رجبی تو ستلایت داری که از اون بالا نمیدونم فردوه چیه اونجا رو نگاه کنی. خب اسرائیل داره. حالا آقای ناصر ممقانی میگه آقای فخرآور رفته خواسته که ترامپ منگار مثلا ستلایت فرستادن. بله درست که اینا تو آسمون هست و میتونی پول بدی همون موقع واز کنی، ولی اینجوری نیست که عزیز من. باید دولت بودجهشو تعیین کنه کجا پخش کنه. بعد اینا آخوند بهتر از من شما میشناسن. مگه آخوند نزد ستلایت ها رو از کوبا و این ورور از کار انداخت؟ میگه فردا میاد ماهواره ارتشمون از کار میندازه. من و شمایی که هنوز تفاوت بشقاب این دیش که میذاریم تو آپارتمانمون تو چی بهش میگن تو تراس با ماهواره بلد نیستیم. میگه آقا شما ماهواره داری؟ نه ماهواره ننه تو داره، تو کهکشانهای پدرت داره پرواز میکنه ماهواره. آقا قمر مصنوعی تو هوان، یه دولتی، یه شرکت بزرگی، گوگلی، موگلی، کسی. اون وقتا میگفتن مال آقای رفسنجانیه. من نمیدونم حالا آقای رفسنجانی مردی پولا به کجا میرسه. آقای پرویز کوپای با من تماس بگی، با اسکایپ بیا حرفتو بزن، ما ببینیم چه کار کرده آقای ترامپ، چه کار کرده که بازار رفته بالا. بازار اینجوریه 10 سال میره بالا، به اون بالا که رسید پولاش که جمع کردن میاد پایین، درست مثل یک شعبده بازی که مردم رو جمع میکنه میگه پول بدید من میرم تو این آفتابه. همچی که پولا رو گرفت دیگه کسی نمیاد، جمع میکنه میره. بعد یه عده بردم بدبخت بازنشستگی هاشون از دست میدن. بیا تا من اینجا نشونت بدم. طرف 80 سالشه دم جاینت داره گاری هول میده، میگه من 40 سال کار کردم پولمو گذاشتم تو 401 دوره بوش، همه چی اینجور نابود شد. فقط هم ریپابلیکن ها رو سرزنش نکنیم، دوره کلینتون هم اینجوری شد. هی 10 سال میره بالا، 10 سال میاد پایین، 10 سال. اینا من و شما رو بازی میدن، یه بار با اوباما، یه بار بازی میدن با نمیدونم آقای ترامپ. همشون دوز شالاتان پدر سوخته و همشون یکی یکی دیدی که از لحاظ زنبازی. از استیو بنن شما میشناسی؟ کتابی که امروز در اومده و صحبت میکنن این آقای استیو بنن که همیشه انگار 2 هفته انگار 2 سال حموم نرفته، میگه که ترامپ گفته چه لذتی داره که با زن دوستات بخوابی. زنش هم که خب بیا حالا عکس خانم ترامپ برات نشون میدم. بفرم ترامپس وایف نیکد ایمیجز. اوکی بیا. این کسی که افتخار میکنه و رفته با این ازدواج کرده و فکر میکنه که اون خانمم خانم زرنگی بوده، گفته من تا کی بیام اینجا برم تو رستوران ها ظرف بشورم نمیدونم برم کار بکنم، میام میخوابم زیر پای این، حالا هرچی هم بو گند بده و فلان اینا تحملش میکنم. بیا نگاش کنی و عکسش ببین. این خانم ترامپ حتما دیدید دیگه، بفهم همینجوری برو عکساشو یک یکی نگاه کن. این از موقعی که وارد شده اینجا به عنوان یک مدل، و این حالا هی میگن مدل، این اسکورت بوده. اسکورت یعنی شما میخوای بری یه نمایشگاهی، یه جایی شرکتی داری، یه پولی بهت دادن $200، $300، $1000، $3000، اینا نرخ دارن، بهشون میدی، این همراد میاد. حالا بستگی به پولت، همراد میاد فقط شام میخوره، همراد میاد بعد تو رخت خواب میره. این زن ترامپه. آخه مرد حسابی ببخشید، شما خجالت نمیکشی تو برنامه زنده میای مینویسی که ترامپ حتما یه کاری کرده؟ چه کاری کرده؟ کابینه خودشو بعد از 1 سال هنوز نتونست تکمیل کنه،
17 نفر تا حالا کرده بیرون، امروز میگه فلین جنرال 4 ستاره ما، 3 ستاره ما، آدم خوبیه، فردا میگه این مردی که دروغگوه، امروز میگه این نمیدونم پاپاچی چیه، این پسر یونانی آدم خوبیه، خیلی باهوشه، فردا میگه این دروغگوه. چرا؟ چون خودش دروغه. دروغگوه 1950 تا دیشب دروغ گفته. آخه من نمیدونم والا مغز، وقتا میگفتن مغز خر خوردی، والا مغز خرم خورده باشیم، بالاخره چربی داره یه چیز یاد میگیره. خب یه مصاحبه با این چشم، یه مصاحبه با اون چشم. خب روز یکشنبه در لس آنجلس تظاهرات ایرانیان در مقابل ساختمان فلان در وستوود هست، برای پشتیبانی از تظاهرات ایران در دشور اعلام کردن که به هیچ گروهی وابسته نیستن. حالا شما اینو داشته باش، یادتونه قبلا هم همین اعلام کردن، یه دفعه دو تا تاکسی بار، حالا وانت، دو تا پیکاپ تراک آمد عکسای رضا پهلوی و عکسای پرچم شیر خورشید دادن دست مردم. آقای سعید عزیز، دوست گرامی، حالا وای میسیم تا یک شنبه. البته جمعه آخوندا دعوت کردن از مردم بیاین، اسلام در خطره. همین دیروز راه افتاده بودن تو خیابونا که ما اجازه نمیدیم افرادی مثل ترامپ و فلان اینا. بهتون نشون میدم، نمیدونم عکسار کی فرستاد بود برام، تظاهرات ایران اون قسمتش که طرفدارای دولت میان بیرون. و جالبه اینایی که بدبخت ها مخالف دولتن یا اشکالی دارن باید اجازه بگیرن، چون اجازه نگرفتن چوب و کتک و تیر و فلان، اونایی که طرفدار دولتن نه اجازه میخوان نه چیزی، همجون مثل گاو را میفتن میان تو خیابون. خب این بدبختیه، این مملکت بیقانونه. حالا شما دوباره میگه آقا اینا برن، فردا کی بیاد؟ فردا کی میاد؟ آقای ناصر رحیمی میاد؟ آقا ناصر یه زنگ بهت بزنم باهات صحبت کنم، متاسفانه اون تلفن سیمشو قطع کردیم، با این تلفن دارم، این تلفنم وقتی که میکروفون اسپیکرش انقدر فایده نداره، ما یه چیزی میخوایم که مثلا اسپیکرش یا بلندگوش انقدر باشه. میبینید شما این صدا رو، هر چی اسپیکر بزرگتر باشه صدا حقیقی تره. دیدی توی کنفرانس های، توی اتاقایی که کنفرانس هست یه تلفنایی هست اسمش الان یادم رفته، کوالکوم یا هم چیزی، اصلا وقتی میذاره اینو طرف نشسته اونجا. خب حالا سعید جان تو یه شنبه میری تظاهرات؟ بابا تظاهراتی که میرین خودتون بنویسین، بنویسین من سربی شنبه میرم اینجا، من سربی شنبه نمیرم جلو وایت هاوس، برم جلو وایت هاوس برای چی؟ آقای مختار از نشریه ایرانیان دیروز قشنگ نوشت، گفت آقا من برم جلو وایت هاوس برای چی؟ روز شنبه، روز تعطیلی، برای چی برم اونجا؟ برید جلو دفتر جمهوری اسلامی. ولی تو من میگم خب مگه نرفتی جلو دفتر جمهوری اسلامی؟ مگه این بهبانی عقب افتاده برای یه چلوکه؟ آخه جلوش چلوکه آبی بود، هی نمیرفت اونجا. بعدم چی شد؟ بعد دید آقا یه مشت پیرزن پیرمردی، این یکیش عینک میزنه، یکیش سیبیل قلابی میذاره، یکیش چون میخواد بیاد اونجا یه هفته ریش میذاره که فردا ریش بزنه شناخته نشه. من گفتم بدبخت عقب افتاده، اینا همشون سلطنت طلبای هستن که دارن حقوق ساواک تو ایران میگیرن، خونهشون هم رفتن پس گرفتن، و توی احمق بدبخت که میری اونجا یه نهار بهت میدن $12 یه چلو کباب، هر وقتم میبینیشون باید تا کمر دولا بشه. اینم دفتر جمهوری جلو دفتر جمهوری اسلامی. برید آقا هر کی میخواد بره بگه من میرم اونجا. سلام به سربی عزیز، من با شما هستم. منظورتون چیه آقای خسرو بهرامی؟ شما یه پیام 4 دقیقه‌ای گذاشتی گفتی پخشش نکن برای خودت، بعد من به شما گفتم میخوای 3:30 با هم صحبت کنیم، شما اونو جواب ندادی. حالا اگه میخوای تنها راهی که دارم با این تلفن 3:30 با شما صحبت خواهم کرد. امروز ساعت 3 بعد از ظهر برنامه عقل بشر قسمت 33 که چقدر ایشون، البته چون 2 هفته تعطیل بوده، گرچه این برنامه ها رو قبلا ردیف کرده و فرستاده، اون دفعه به من گفتن تا برنامه اینا میدونم 50-40 ردیف کرده. در صورت اینم از این آقای بهرامی، من نمیدونم شما چه قسمتی با من هستید، راجع به اون سوالی هم که کردید، دوستان کسی دکتر بهرام بهرامیان رو میشناسه که با شاه گویا یار غار بودن؟ ما نمیدونیم این شاه چه غاری زندگی میکرده که این همه دوست توی اون غار داشته. بهرامی هستند، منظورتون بهرامی فامیلیش؟
آخه من به آقای انصاری گفتم، گفت من بهرامیان نمیشناسم، ولی یه آقایی توی مثل سفارتخونه چیزی کار میکرده فامیلیش بهرامیه. Hello and happy new year, what a good news to start the year with Mr. اوکی، خیلی ممنون. دوستان یادتونه من گفتم یه تلویزیونی هست به نام الهورا، یعنی همون پیروزی آزادی، و این یه قسمتی مال وایس آف امریکان. قبلا من یه مسابقه 2 سال پیش بهشون کردم، یه مسابقه هم 2 هفته پیش. اینا به من تماس گرفتن، این بار گفتن ما نمیخوایم با پیرو پاتالا صحبت کنی، یعنی به خود منم گفتن اگر کسی جوون هست بین 18 تا 25 30 و مایل هست درباره جریانات اخیر ایران صحبت کنه، این تلویزیون الهورا که قسمتی از وایس آف امریکاست مثل صدای فارسی، اما راستی تلویزیون ایرانیش چیه اسمش؟ همین صدای آمریکا، چون صدای آمریکا زیاده، وایس آف امریکا بلغاری داره، افغانی داره، ایرانی داره، ولی اونای دیگه یه اسمی دارن. مال ایرانی هم هست که هنوز اسمم نداره، همینجوری دعوا هست و بگو و بخند. خانم آزیتا شفازند سلام میکنم خدمت شما، شما نظرتون چیه؟ دیروز داشتم فاکس نیوز رو گوش میدادم، گفت این حرکت چون رهبر نداره اینم فید میشه و آخوندا خیلی بهتر بلد شدن، مخصوصا بعد سال 88 که با شورش های خیابانی مقابله کنن. اولا میذارن مردم سر صدا کنن، خسته بشن، اینا وقت داشته باشن فیلم بگیرن، اون کسی که سنگ میزنه شناساییش کنن، بعد حمله میکنن. بعد حالا مردم که خسته شدن در رفتن، اینا میرن یکی یکی خونه شون رو نمیدونن دوستشون رو اینا دستگیر میکنن. یادتونه چند سال پیش یه خدازده ایرانی خواسته بود یه فیلم سکسی درست کنه؟ فیلم سکسی که درست کردن، سپاه پاسداران از شماره کنتور گازشون، من نمیدونم اینا فیلم سکسی تو حیات یا تو خیابون درست کردن، از شماره کنتور گازشون این بدبختا رو دستگیر کرده بود و اینها بمانه. در هر صورت اینم از این. میگه که سوربی حالا که میشه تقاضای مصاحبه کرد، با من یه مصاحبه کن، پولش رو هم از پتیک بگیر. با تو مصاحبه میکنم، پولش رو خودم میدم. کی میای؟ چون شما حرفی برای گفتن داری، ولی انقدر زبلی که میدونی تو جامعه ایرانی وقتی حرف میزنی، وقتی نظرتو میگی، آماده یه استیکر گذاشتن میچسبونن بهت، و تا مخالفشون باشی شما میشی مأمور، شما میشی مزدور. میگم بابا این عقب افتاده اومده از ترکیه با گدایی اینجا داره زندگی میکنه که این خبر نداره. شما تا روزی هم که سیتیزن هم بشی، اگه یه کسی گزارش بده آقا این دروغ میگه، این پروندهش دروغ بوده، این اصلا هیچ کاره بوده، این برای جمهوری اسلامی کار کرده، این دروغ‌ها رو اینجوری گفته، چی تو میزنن زیر بغلت میکننت بیرون. بعد وقت تو که حالا رسیدی به چیز امن، ساحل امن، برو با زن و بچه و کلیسا و حضرت عیسی و اینا خوش باش. اون وقت اگه تو مسیحی هستی، قرار نیست که پشت سر این اون بشینی زهر بزنی، جاجمنت یعنی جاجمنت یعنی چی؟ یعنی قضاوت کنی. این مسیح بودنت هم مثل همون مهندس عمران بودنت بذاردم و کوزه آبشو بخور. و اما بهتون گفتم یه نفر هست من میخوام بهتون نشون بدم، بره دوربینشو حاضر کنه و نمیدونم اسمشم والا مغوله منگوله چیه، ما پور قریبی نمیدونم چیه. اینه، من بهتون نشون میدم، ببینید که اولا ماشاءالله نگاه کنید قیافه اینا، فکر کنه هر کسی رفت یه کت شلوار مشکی اجاره کرد و یه پاپیونی زد، این دیگه خیلی خوش تیپه. نگاه کن آقای، این اسم اصلا چجوری میشه بخونیش؟ حالا بیا تصویرش هم که مثل خودش عقب افتاده است طول میکشه. بله دوستان نگاه کنید، این آقا مدارکش رو به لخ من میکشه که من اینقدر مدرک دارم و شما توی نوشتهات به مدرکای من توهین کردی و توهین به مدرک توی آلمان جرمه. اولا این احمق نمیفهمه من نشستم توی آمریکا، اون به اصطلاح محوطه قضایی آلمان نمیتونه کاری به من داشته باشه. بعدم حالا شما برو دوستان بذارید اسمشم بهتون نشون بدم. بله نوشته هامبورگ رات هاوس.
این رد اینجا یعنی موش، موشای گنده رو میگن رد و رات هاوس نوشته، رات هاوس یا نمیدونم هرچ. ببینید من قشنگ وبسایت ایشون رو نشون میدم، فیسبوکشو، اگه شما هم میخواین سو کنید برید با هم شریک بشید، جنبش عقب افتادگان رو با هم راه بندازید. و اما اسم ایشون ما ام ای پور بقایی گراف، این گراف اگه یه دو تا اف دیگه داشت میشد مثل زرافه، اینجا به زرافه میگن جراف. خب این عکسشو دیدید، حالا بریم عکسای دیگه اش هم ببینیم. این آغاز اینه، اینه، اینه. خب حالا بیایم نوشته های من و ایشون که با هم کل کل کردیم بهتون نشون بدم، چون ایشون گفته من رفتم دوربین برداشتم فیلم گرفتم که تو اگر پاکشم کنی من داشته باشم. بهش گفتم ببین به غیر از این که داری عکس گرفتی، چون میدونم عقب افتاده هستی، یه بارم تو برنامه میگم که هر غلطی میخوای بکنی قاشقتو آماده کرده باشی بتونی بهتر بخوری و سیر بشی. اینجا دوستان نگاه کنید، نوشته که کامرای 3 کپچر 4:3. خب اینو براتون بگیرم. اولا دو سه روز قبل راجع به رضا پهلوی بود یا کی بود به من نوشت که شما چیز نکن، بی احترامی نکن، شما با عذرخواهی کنی. گفتم بنده همه عمرم کار کردم با افتخار سربلند، به هیچ کم نه عذرخواهی بده کارم نه چیزی، شما باید شرمنده باشید. نگاه کنید نوشته که آقای سوربی عزیز و گرامی، عراق و سوریه مثل افغانستان و پاکستان و فلسطین و مصر اصلا به ما ارتباطی ندارد، ما از حرم آخوندی هم دفاع نخواهیم کرد. من دارای بزرگترین درجه تحصیلی از دانشگاه مشهور کریستیان آلبرشت هستم و سیتیزن آلمان می باشم و احتیاج به تعلیمات اکابری و کودکستانی ندارم. حرفهای شما خیلی از تاریخ مصرفش گذشته. من مدت 35 سال 9 بیزینس بزرگ در هامبورگ و دل یا دول با حدود بیش از 50 کارمند داشتم و فعلا نشستم باز شده، بازنشست شدم تماما در گوگل. به من چه؟ این تقلیق مدرکای باطل تو به من چه؟ بعد اینجا نوشته آقای سوربی محترمانه به عرض میرسانم که در آلمان استفاده از تیتر آکادمی حداقل 6 ماه جرم قانونی و زندانی دارد. شما به چه دلیل به من تهمت و افترا میزنید؟ اگر معذرت نخواهید از شما و تلویزیونتان مجبور به شکایت هستم و به طور قانونی شکایت میکنم. من به خوبی به قوانین بین‌المللی وارد هستم و اجازه نخواهم داد که فردی به من و تیتر دانشگاهی من، ای ریدم تو تیتر دانشگاهیت، حالا برو هر گویی میخوای بخوری بخور. دوستان ببینید اینا یه مش عقده‌ای که تا یه مدرکی گرفتن، مخصوصا آلمان که تا موقعی که شما درس میخونی بهت پول میدن، برو آقا مفت بخور، برو فقط مدرسه. تا یه مدرکی میگیرن، اولا من و تو ممکنه با همدیگه تو خیابون دعوامون بشه، تو ماشین دعوامون بشه، تیتر چی من اصلا چیکار مدرکت دارم، ولی حالا کار به مدرکت دارم. چی داری؟ دکترا داری؟ گفت برو بزن سر کوزه آبشو بخور برای بواسیرت خوبه. مردک، احمق، نادان، اگه چیزی در چنته داری بیا حرف بزن، مردم قضاوت میکنن. من 9 تا بیزینس داشتم، 9 تا بیزینس داری، امروز هم بازنشسته شدی. اگه یک کسی بهت بگه 10 دلار برای ایران بده، قولت میدم میگی الان نمیدونم پدرم مرده، یتیمم، نمیدونم فلانم، بیسارم، برو گم شو، get lost. دی دوستان یه مشتید از این دوستان رو هم دعوت کنید تا اونها هم بیان. و اگه کسی میخواد، من امروز خواستم تلفن باز کنم، حقیقتش گفتم بذارم ببینم شماها چی میگین. این واقعا آدم باید خوشحال باشه که الان تو ایران اینجوری شده، یا نگران باشه که باز یک جنبشی، یه مش بچهای جدید میان، جوان میان تو خیابون، احساساتی، بیکار، حقم دارن، بعد آخوندم اینا رو میگیره و میزنه. یه روز حخا میاد این کارو میکنه، یه روز آقای نمیدونم فلان عقب افتاده میاد این کارو میکنه، و فردا هیچ کس دنبال اینا نمیره. ببینی این که رفت زندان براش یه وکیلی بگیریم، حالا تو ایران وکیلم بگیری، وکیلن هم میندازن زندان. و اما آقای سوربی با ایشون منم کلکل کردم، خیلی تو خیاله و مثال عقب مانده هاست، مرا بلاک کرد و فقط گفت به من ساندیس خور و حرف منطقی نداشت. اینم آقا سید یوسفی داره جای عمومی می‌نویسه،
اینم سو کن. شاید اون 9 تا بیزینسی که شما میگین 9 بار مثلا موز انداختی زیر پای خودت، با کون خوردی زمین، بردی فروشگاه رو دادگاه، این بیزینست بوده. برو مردک، حالا دیگه نشونه دادم، حالا بلاکت کنم؟ نه بلاکت کنم چرا؟ اگه شماها نباشین من از کی بخندم؟ من کیو مسخره کنم؟ ساعت 3 بعد از ظهر شما رو میبرم خلیج فارس و ببینیم دوستمون برنامه 33مش از خلیج فارس چی میگه برای من و شما. با هم میشنویم. اول پلیر 4 رو روشن میکنیم، پلی، ببینید پیام شما در تلویزیون مردم. دوستان، تو رو خدا آقای بهرامی، شما که خودت اومدی اینجا میدونی زنگ بزنی میره رو پیامگیر، من حتی اگه داشته باشم کار کنم پیام شما رو میشنوم، یا بهتون با تلفن تماس میگیرم یا جواب میدم. اگه وقت دارین زنگ بزنین، بعد من میگم دوشنبه وای میسم شما زنگ نمیزنی، اینا رو کنار بذارید. ببخشید دوستان، بریم سراغ این دوستمون از خلیج فارس. سلام بر شما هوشمندان و علاقمندان به این برنامه. پس از 15 گفتار، نسیه فروشی را متوقف به گفتار نقد درباره رانندگی به شما تقدیم کردم. پس از 15 گفتار دیگر در این برنامه به علت بالا رفتن عوارض بیماری چه و تغییرش به چه یعنی به چه درد می‌خورد، امروز گفتاری نقد تقدیم شما می‌کنم. نقد گفتار امروز را خیلی ها نمی خواهند بدانند. افراد زیادی مایل به صحبت درباره اش نیستند، هرچند که اغلب وقت به آن می اندیشند اما ظاهر نمی کنند. این مسئله جنس و یا سکس است. کمی مکس کردم. اگر شما یک خورده اید به حالت طبیعی بازگشته، آرام شده و با مغز و عقلی روشنگرا به این گفتار گوش داده، اندیشیده و سپس عاقلانه عمل کنید. نیم قطر دایره عقل بشر کوتاه است و نمیتواند به مسائلی که در کنارش نیستند بیندیشد یا تصور کند. اخبار حوادثی را که میشنود و ممکن است برای خودش نیز اتفاق افتد باور نمی کند. امروز درباره اطلاعات جنسی و تأثیر تجاوزش بر و در خردسالان سخن میگویم. خبر تجاوز جنسی بر کودکان را میشنویم و یا میخوانیم. با این حال هرگز فکر نمیکنیم که این اتفاق برای کودکان ما هم ممکن است به وقوع بیفتد. طبق آمار در کشورهای پیشرفته، دست کم 10% افراد قبل از رسیدن به سن 10 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. در کشورهای عقب افتاده و تظاهر به دین بودن و دینی بودن و مؤمن بودن، این آمار تهیه نشده است و کسی درباره اش سخنی نمیگوید. در آغاز قرن 20 نیروهای پلیس در شهرها و محله‌های فقیرنشین انگلستان به گشت پرداخته و هر دختر و پسر و بچه‌ای را که می‌یافتند بازداشت و با یار بوده و به وسیله کشتی به قاره‌های نوین یعنی استرالیا و نیوزیلند میفرستادن. هدف افزایش جمعیت قاره های نو بود. پس از مدتی به این در و آن در زدن، خانواده های مستمند و بیچاره خسته می شدن، فرزندشان را به فراموشی می سپردن. نیروی استعماری که همه دنیا را در اختیار داشت با افراد ملت خود چنین رفتار می کرد. با مردم غریب در مستعمره ها چگونه رفتاری داشت؟ این انسان حکمران برای انسان دیگر به هم نوع خود چقدر ارزش قائل بوده و یا تا کنون قائل است؟ خردسالان انگلیسی ربوده شده توسط دولتشان در قاره نوین به کلیسا سپرده شدند. کشیش ها بزرگشان کرده و آموزششان دادند. این کشیش های راه نمای بهشت به این خردسالان بی پدر و مادر رحم نکرده و تجاوز جنسی می کردن. علیه این کشیش ها بیش از 30,000 شکایت تجاوز جنسی تقدیم دادگاه های استرالیا و نیوزیلند شده. با مراجعه به صفحه های اینترنت و یوتیوب می توانید در این باره بیشتر بخوانید و بتماشایید.
به ستم حکمرانان و سربالاها از هر جایی که باشند پی ببرید. ببینید چگونه سالمندان که از کودکی از خانواده بریده شده اند در انگلستان به دنبال آشنایان و خانوادهشان میگردند. حکمرانان هر که و هر جا باشند جانورانی هستند که به جز به جان مردم افتادن و چوپانی کردن در مغز خارج از ارادشان هدفی دیگر جایی ندارد و خود را درست و صحیح و بی عیب و برتر از خلق خدا می شمارند. این جریان حقیقی را تعریف کردم که بدانید مسئله تجاوز جنسی بر کودکان یک واقعیت است، نباید آن را انکار کرد. در تمام دوران تاریخ انسان در همه جا و توسط اشخاصی بسیار بر قربانیانی بسیار اتفاق افتاده و می افتد. شاید شنوندگانی تصور کنند چون از مدرسه های دینی خودمان داستان تجاوز جنسی شنیده نمی شود در آنجا این اتفاق ها نمی افتد و بنابر نوشته قرآن ما انسان هایی هستیم دیگر از آن مردم مورد خشم قرار گرفته خدا و یا گمراهان، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در مدرسه های دینی اوضاع همانند صومعه راهبان است. هنگام رفتن و بررسی در آن محیط ایمان می آوریم. به هر کجا روی آسمان همین رنگ است. در مدرسه های دینی اسلامی داستان های زیادی درباره تجاوز جنسی و هم جنس بازی شایع است. یکیش را برایتان تعریف می کنم. یک طلبه دین هنگام گذشتن از برابر در حجره دو طلبه صدای نفس و آه آه کشیدن مردی را شنید که تکرار می کرد رحم الله من اراح الرجل المؤمن، یعنی خدا انسانی را که موجب راحتی فردی مؤمن است به آسایش می رساند. طلبه بازور در را باز کرد، وارد شد و دید که گوینده و مؤلف این حدیث ثواب آور بر طلبه جوانی خابیده به هم جنس بازی می کند. طلبه با سابقه به آن طلبه جوان تازه وارد فهمانده بود که با موافقت به قربانی شدن ثواب به دست می آورد و زیر پرتو رحمت الهی می رود و دلیلش هم همان حدیث ساخته خودش بود. به علت اصول اجتماعی هر گروهی خواهان پاک و برتر نشان دادن خیش است. بدین جهت است که این جریان ها علنی نمی شوند. از طرف دیگر و به علت برداشت های اجتماعی مردم خواهان باور کردنش هم نیستند. کمتر کسی می پذیرد این از دنیا دست کشیدگان و راهنمایان بهشت مانند دیگر انسان ها مرتکب چنین رفتار زشت می شوند. پدران و مادران که به علت کشش روان در اثر انباشته های اصول اجتماعی خواهان شنیدن و دانستن حقیقت نیستن و مانند اغلب مردم خواهان شنیدن و یا دانستن مطالبی بر خلاف میل نمی باشند، امکان اتفاق چنین تجاوزی بر فرزندانشان را نمی خواهند بباورند و انکارش می کنند. این گفتار اختاریست به همه پدران و مادران، بدانند با عدم آموزش خیش، با امتناع از دانستن و اقدامی صحیح در حق عزیزان و آیندگان خود مرتکب جرم می شوند. با نادانی امکان تجاوز بر عزیزان خود را فراهم می سازند و باید تحمل مسئولیت کنند. در صورت اتفاق این تجاوز بر فرزندانتان، قبل از ملامت کردن تجاوزگر، نادانی و عدم علاقه به فراگیری و مقصر بودن خیش را سرزنش کنید. به بیدانشی خیش در تربیت فرزند با شهامت اعتراف کرده و خود را عامل اول و نادانیتان را سبب اول اتفاق تجاوز بشناسید. اغلب تجاوزگران غریب نیستند. معلمین، مربیان، همکلاسیان، یکی از بستگان، خیشان و یا همسایگان ممکن است به کودک و خردسال شما تجاوز کند. آنان که خواهان فراگیری هستند به ما بپیوندند و به این گفتار گوش داده، اندیشیده و آنچه را توصیه خواهد شد بهتر ساخته و با دقت انجام دهند. در آغاز
بیایید اعتراف کنیم که ما انسان‌ها بی تربیت ترین موجودات این کره هستیم. برخلاف دیگر جانوران زشت ترین عبارت ها را به سادگی بر زمان می آوریم. همه اندرز ها و پند ها و عبرت های تاریخ نتوانسته ما را به آستانه آدمیت ببرد. همه شعرها که در مدرسه حفظ کردیم نتوانسته ما را از بی تربیت و بد شدن دور کند. هر شخصی هنگام ناراحتی عبارت‌های فعل جنسی و یا سکسی را درباره مادر و خواهر مخالف و یا خود شخص به زبان آورده و خیش را خارج از این محیط کثیف در صف اولیای خدا می شمارد. ما تصور نمی کنیم این دو رفتاری که نتیجه اش همین تظاهر و دروغگویی می باشد چگونه در میان ما معمولی است و با هر کس هر قدر هم که به ما نزدیک باشد انجام می دهیم. هرگز زیانهای این چند رفتاری را در حق خود و اجتماعمون احساس نکرده و بعد انتظار داریم همه بیشتر از ما زحمت بکشند، خوب باشند، خوب رفتار کنند تا ما برایشان رضایت نامه بنویسیم. حقیقتا وضع درد آور خیلی خراب است. حقیقتاً وضع من خیلی خراب است. نمیدانم چگونه جوشنتر و بی‌پرواتر سخن گویم، یا اگر گفتم چه فایده‌ای دارد و یا چه تغییری در رفتار و گفتار و کردار ایجاد می‌کند. اگر می‌کرد این همه وعظ و ارشاد و سرکوبیدن و کمر و سینه و سینه زدن و طی این قرن‌ها ما را آدم کرده بود. خود را فریب نمی دهم. ما در دنیا و اوضاعش همین طور بوده و خواهیم ماند و افتخار به گذشتگان و تصور نیکوکار بودن آنها یک خیال پردازی مزخرف و توخالی است. آنها مثل ما و یا بدتر بودند. دشنام‌های روزمره ما ارثی است که به ما رسیده. خودمان آن را اختراع نکرده ایم. بدون فکر و بدون اندیشیدن این عبارتهای رفته به شعور را بر زبان آورده و با تکرارش به نسل بعد منتقل می سازیم. آری، ارثیست باستانی و مانند دیگر مسائل باید گرانبها و مایه افتخارش دانست. نمونه از یک بیماری اجتماعی که تشخیصش نداده ایم، به آن اعتراف نکرده ایم و کسی جهت ریشه کندن یا دست کم تغییرش اقدامی نکرده است. مسائل معنوی که توسط ستون سلطه‌گر دین به ما آموزش داده می شود، از پیدا نمودن حل برای واقعیت‌های زشت اجتماعی و مشکل‌های روزانه باز مانده است. ما را به سوی دنیای خیالی برده که بعد از مرگ یافت خواهد شد و همه چیز به بهترین شکل در اختیارمان قرار خواهد گرفت. کسی از آن فردوس باز نگشته تا ما را قانع و بر خیال بافی های من علامت صحیح بگذارد. انکار وضع زندگی واقعی از یک طرف و پافشاری بر بهشت آخرت از طرف دیگر نشانی است از اعتراف روان بیمار انسان به شکست در تأسیس یک زندگی شایسته آدمیان بر روی این کره. خیال پردازی پرداخته و با وعده بهتر شدن غیر ممکن خود را فریب داده است. بازگردی به موضوع تجاوز بر کودک و خردسالان. تأثیر و وخامت تجاوز جنسی بر خردسال و همچنین بزرگسال بیشتر از کتک خوردن و تنبیه بدنی و شکنجه است. قربانی تجاوز جنسی هرگز این تجربه را فراموش نکرده و رفتار، آموزش، پرورش، آینده و شخصیتش تأثیر می‌گذارد. یک آلمانی 42 ساله در برابر کشیش کلیسای شهرش ایستاده و فریاد زد: تو آینده ام را خراب کردی. شو خانم معروف آمریکایی اوپرا وینفری از تجاوزهای جنسی که در کودکی و جوانیش اتفاق افتاده تا حال در برنامه‌هایش سخن می‌گوید. این همه شهرت و ثروت زخم روانش را معالجه نکرده است. دختران ایزدی عراق که اسیر داعش بودند و مورد تجاوز قرار گرفتند، با اعلان آمادگی قربانی شدند به نیروهای ارتش عراق پیوستند.
کشتن یکی از آن تجاوزکاران داعش هدف و سبب زنده ماندنشان شده است. اگر تجاوزهای جنسی با استفاده از زور را کنار گذاریم، علت اصلی قبول قربانی شدن کودک و یا خردسال و مخفی نمودن تجاوز نتیجه روش و اصول آموزش در خانه و اجتماع است. روش غلط آموزش خانوادگی و اجتماعی آنان را به سکوت وادار می کند که یکی از نتیجه هایش قبول تجاوز جنسی است. این خاموشی و پنهان نگه داشتن همراه با رنج کشیدن قربانی خردسال مدتی به درازا می کشد تا خانواده متوجه شوند. پسر ده ساله شاشیدنش متوقف شد. در بیمارستان خانواده با دیدن خونریزی ادرارش دانستند خدمتکارشان مدتها با پسر نابالغشان روابط جنسی برقرار کرده. پدر و مادر با کاشت ترس و مجبور به خاموش کردن پسر از هنگام کودکی سبب سکوت و مخفی کردن این جریان شدند. وقتی فرزند بروار مطیع بزرگترها باشد و به او اجازه اظهار رأی، نظر و احساسات داده نشود، برآوردن نیازهایش مورد بحث نباشد، در بیشعوری پیروی از بزرگترها را ضروری تشخیص می دهد و با ترس از عدم اطاعت به سادگی طعمه شده و در کمین شکارچی سکس می افتد. بدانید و قبول کنید تربیت غلط، شرایط اجتماعی به ارث رسیده زشت و دور از اصول پرورش صحیح این وضع نکبت بار را ساخته. بزرگترها از حال و وضع عقل فرزندان نادان هستند. در گفتارهای آغازی عقل بشر گفتم کودکان نابغه به دنیا می آیند. این خانواده و اجتماع و تمام عوامل وابسته به آن هستند که آنان را مجبور به اطاعت کورکورانه و دنباله رو می کنند که بدون فکر زندگی کنند. مربیان از دانش قانع کردن و تربیت کودک اطلاعی نداشته و برای فراگیری و فهمیدن بهتر هم اقدامی نکردند. پدران و مادران مسئول اول بار آمدن مصیبت تجاوز جنسی بر کودکان هستند. چه باید کرد؟ باز چه. اگر تئوری قدرت عقل انسان را قبول کردید و موافقید که دانش آموختن برای انسان تا آخرین ساعت زندگی ضروری است و بر اساس این واقعیت خواهان فراگیری ایجاد شرایط محافظت از کودکانتان در برابر متجاوزین هستید، از شما دعوت می کنم در گفتار آینده با ما باشید. تا گفتار هفته آینده، تندرستی و خوشی همیشگی شما را آرزو دارم. بسیار ممنون. همونجوری که چند هفته گذشته هم اینجا دیدید، نه فقط تجاوز به کودکان، که تجاوز و دست درازی به زنها مخصوصا در محیط کار، مخصوصا در محیط‌های هنری و بعد محیط‌های سیاسی، اینها که معمولا خانما اونجا دنبال یه جاه و مقامی هستن، فکر میکنن خب حالا بذاریم این بره و بعد همینجوری که این دوستون میگه این همه عمرشون اثر میذاره. همون اوپرا وینفری اصلا یه میلیاردره، ولی میگه که به اصطلاح یک روز نیست که این مسئله تجاوز، که فامیلای خودش بودن بهش تجاوز کردن. و اما آقای مصطفی زاده، اون روز من یک ویدیویی رو نشون دادم از آقای روحانی که چند روز پیش صحبت کرده بود، بعد من این ویدیو رو که دیدم برای دوستان که فرستادم گفتم که من رو یاد اون فضای باز سیاسی شاه انداخت و حالا بعدش همون چیزا دوباره تاریخ تکرار میشه، حالا یا اشتباه کردیم یا پیروز شدیم هرچی، یا این بار یک روش دیگه‌ای اتفاق میفته. آقای مصطفی زاده از هلند لطف کردن جواب دادن که با توجه به ظواهر عام فرمایش شما کاملا درست است. فرمایش من چی بوده؟ من نوشتم من یاد شاه افتادم و
فضای باز سیاسی. شما چی؟ اولا از خودم پرسیدم این آقای روحانی همونه که 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال تو این انقلاب بوده، داخل دولت بوده، مقامای مختلف داشته، مسئول همین فیلترینگی هست که الان توی دولتش هست و اینجوری داره حرف میزنه، از آدم شاخ در میاره. آدم فکر میکنه مثلا تصادف کرده، حالا داره یه چیزایی رو که نمیدونسته داره تازه یادش میاد. ایشون نوشته با توجه به ظواهر ام فرمایش شما کاملا درست است، ولی وقتی خوب دقت میکنیم صحبت از اجرای قوانین است و مجازات متخلفین. فراموش نکنید که این راهپیمایی های اخیر بدون مجوز قانونی به انجام رسیده است، یعنی انجام عمل خلاف قانون، عمل خلاف قانون. بنابراین از نظر من این سخنرانی سراسر تهدید بود و تهدید. درستی و نادرستی این نظر در اولین راهپیمایی پس از این تاریخ مشخص خواهد شد، یعنی پس از این مجوز راهپیمایی فقط برای حزب الله صادر خواهد شد و مردم در صورت هر نوع اعتراض در برابر خود سپاه و حزب الله را خواهند دید. ارادتمند مصطفی زاده. چه جالب، من این جواب ایشون رو ندیده بودم، چون بالاش نوشته خود من رو گذاشته بودن و امروز برای من نوشتن که جواب رو دریافت کردی؟ گفتم نه. گفتم بابا همینجاست، نگاه فرستادنش، منم نگاه کردم دیدم بله همونجاست. ولی اگه برگردید اول برنامه نگاه کنید، منم همینو گفتم، گفتم همین آقای روحانی که میاد اینجوری میگه ول کنین مردم رو، چه کار دارید به خونشون؟ اگه رفتید دنبال تروریست توی خونه ای ولی دیدید داره عرب درست میکنه ولش کنید و فلان اینها، بعد داره راجع به قانون صحبت میکنه، اتفاقا تازه میگه ما میخوام قانون اساسی رو خوب رعایت کنید. کی این حرف رو زد؟ شاه. شاه اومد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم. شاه اومد گفت که از این به بعد قول میدم پارتی بازی نشه، مال مردم خورده نشه. یعنی چی؟ یعنی خورده میشد، پارتی بازی میشد، حکومت قانون رو اجرا نمیکرد و الی آخر. این معمولا وقتی اینجوری میان میگن اون کسی که یک لرزه‌ای به پایه اصلی حکومتش خورده، و الا مثل بشار اسد وای میسن 6 سال. امروز دیدم آقای آریانپور نوشته بود 3 سال. آقای آریانپور، بشار اسد 6 سال هست که با مخالفینش رو در رو وایساده، 3 سال هست که با ISIS در افتاده، ولی 3 سال قبلش با مردمی که به اصطلاح حالا یا عشایر آزادی خواه هستن یا آزادی خواه خود کشور هستن در افتاده، ولی اون هیچ وقت نیومده بگه من اشتباه کردم، اون هیچ وقت نیومده بگه ما قانون رو شکستیم از حالا درست رفتار میکنیم. و اینا، این بشار اسد مثل صدام حسینه، مثل قذافیه، و احتمالاً اگر روزی قرار باشه از بین برن سرنوشتی هم اونجوری پیدا میکنن. ولی اون کسی که میگه ما اشتباه کردیم درست میکنیم، یه راه فراری داره. در رابطه با فرار اجازه بدید که دوستی پرسیده بود از ایران چه خبر. دوست عزیز، نماینده‌ای که ما فرستادیم به ایران متاسفانه توی هواپیما پول بلیط نداشت، پیادش کردم. من که خبرنگار نیستم، من که خبرنگار ندارم بفرستم اونجا. همون چیزی که شما میخونی منم میخونم. امروز مثلا اومدیم اخبار ایران و جهان نگاه میکنیم، میگه که ادعای روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از یک کارشناس روسی رهبر ایران خانواده خود را به ترکیه انتقال داده است. یکی دیگه نوشته هفتمین روز تظاهرات سراسری شعارها رادیکالتر، گرایش به خشونت آشکارتر. یعنی چی؟ سوربی درست میگفت، وقتی رهبری نباشه مثل گاندی، رهبری نباشه مثل مارتین لوتر کینگ به مردم بگه ببین هر چی تو خشونت کنی این دولت منتظره که تو خشونت کنی، اون بابا توپ و اسلحه و گاز اشکاور و ماشین آبپاش و نیروی ضد شورش دستشه. تازه ترامپ هم بیاد یاری شما این عکس‌ها رو میاره، میگه آقا نگاه کن اینا اول سطل آشغال رو آتیش زدن، ما چیزی نگفتیم. اتفاقا یه خانم خیلی قشنگ نوشته، نوشته والا این سطل آشغال ها هم مال مردمه، اینا رو آتیش نزنید، بیان خواسته هاتون رو بگید، اعتراض کنید، اعتصاب کنید، مملکت رو فلج کنید، تو خیابون بشینید، ولی این کارو نکنید که اینا بگن آقای ترامپ بفرما شما داری از این حمایت میکنی که داره کوکتل مولوتوف پرت میکنه به مردم. در حسن پیام محمد ملکی به مناسبت قیام حق طلبانه مردم ایران. این آقای محمد ملکی کسی هست که گفت که ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم، یعنی نشون میده ایشون یکی از کسایی بوده که انقلاب کردیم.
حالا من از شما میپرسم، کسی که 40 سال پیش فکر میکرده روشن فکره، انقلاب کرده، مملکت رو از چاله شاه در آورده، به چاه آخونده انداخته، شما امروز به پیشبینیاش، به گفتهاش میتونید اعتماد کنید؟ بفرما. بنده نمیکن. لحظه به لحظه با اعتراضات در ایران، لومون نوشت یک انقلاب واقعی کلیت نظام ایران را نشانه گرفته است. سخنان یک آدم فرهیخته حکومتی با مردم عزیز ایران چگونه بگو مگوی باند حسن روحانی و تیم ابراهیم رئیسی کار دست آقا داد. روزی که می ترسیدیم و آرزویش را داشتیم. اینا این خبرها بود. حالا میخواین براتون باز کنم یه چند تاشو ببینید. اینجا مثلا رادیو زمانه گفته که در هفتمین روز تظاهرات سراسری ملایر پیش قراول بود. اول خوندمش پیشقر اول بود، پیش قراول بود چون فاصله گذاشته. این شاملو خیلی قشنگ گفت این آخریا بلد شدیم فاصله میذاریم، ویرگول میذاریم، تشدید میذاریم، خط فاصله میذاریم و نوشته هامون رو دیگه کسی نمیتونه بخونه. نوشتم یه قوانینی داره، مثلا وقتی علامت تعجب، نقطه، سر صف، کاما، ویرگول، اینا قانونه بین، حالا دیگه کسی رعایت نمیکنه. وقتی کسی آباد دوار نکنه، اینجا ملایر پیشقراول بود، یه دفعه تو نگاه اول میاد پیشقر اول. و سپس تجامعاتی در شهرهای نوشهر، اهواز، دستور، گوهردشت، کرج، کازرون، سبزوار، مسجد سلیمان و جوقآباد اصفهان برگزار شد. بعضی از شیرازی‌های قدیم به جوی آب میگفتن جوق آب. نمیدونم هنوز هم تو شیراز میگن یا نه. میشه اینو از مجید سوال کرد، مجید چون بعد از من از ایران اومده احتمالاً بیشتر میدونه. و مدلینگ لباس خانم نور دختر رضا پهلوی، اینم جزو خبرها اومده. و ببینیم که باز اینجا چی میشه. هواپیمایی که پرواز نمی کنند و اما این لحظه به لحظه با اعتراضات در ایران، این نقشه اعتراضهای گسترده بین پنجشنبه 7 دی تا دوشنبه 11 دی را نشان میدهد و ما امروز 13 دی هستیم. حرفای شنیدنی یک بانوی ایرانی از تظاهرات، میخواین اینو براتون پخش کنم؟ بذارید اینجا بهتون نشون بدم. Select area. بله، این کامرای 3. دوستانی که روی فیسبوک ما رو میبینن الحمدلله دیگه فکر کنم همه چیز خوب شده به جز این مارک یا واترمارک اکس سپلیت. اینم گفتم یا باید $200 بدیم که برای همیشه برش داره یا مایی $10 بدیم که برش داره. اینو ببینیم. 3 دقیقه دیگه ما بریم با آقای خسرو بهرامی تو نیویورک صحبت کنیم. آقای خسرو بهرامی، من نمیدونم شما با تلفنت فارسی حرف میزنی مینویسه که جمله های مقداری غلط غلوطه یا اینکه کوچولوه و عینک لازم داری، در صورت پیام بذاری برای من بهتره. امروز 13 دی ساعت 3:20 است. راهپیمایی حکومتیه که حکومت رو انداخته و ما خیلی بهشون حسودی میشه. خوش به حالشون که میتونن تو این آرامش در صلح و صفا را برن و طرفداری کنن از اون چیزی که میپسندن. خوش به حالشون که نه باتون میخوره تو سرشون، نه کسی دنبالشون میکنه، نه با ماشین نیرو انتظامی میرن روشون، نه با موتور میرن تو بغلشون. خوش به حالشون که انقدر آرامش دارن. خیلی خوبه که اینطوری در آرامش میتونن از چیزی که دوست دارن حمایت کنن. دلم میخواد اگر نظامی امکانش هست یه روزی هم بگه مخالفای نظام بیان تو خیابون در آرامش راه برن تا ما بهشون نشون بدیم که جمعیت میلیونی چیه. اینجا میدون سپاه بلوار جمهوری کرج. بسیار ممنون از این بانوی عزیز که اینجوری با متانت قشنگ این گزارش رو فرستاده. و دوستان، تا حالا کسی تقاضای راهپیمایی کرده یه سازمانی مثل جبهه آزادی خواهان ایران، جبهه ملی یا اونایی که تو ایران حتی معمولی، کسی
تقاضا فرستاده ببینیم. مثلا همینجا من یادم پریشب توی مهمونی سال نو که بودیم یه دوستی آمد گفت سوری ما داریم از پارک پلیس اجازه میگیریم که سه شنبه راهپیمایی کنیم. قرار بود به ما خبر بده، خبر نداد، احتمالاً بهش اجازه ندادن، ولی گویا اجازه شنبه رو گرفتن. ولی دوستان این سازمانایی که میان با اسمای مختلف ببینید کیا هستن. اگه بهشون اعتماد ندارید که من ندارم، در راهپیمایی‌هاشون شرکت نکنید. حرفای یک زن با توم توریست سرش زدند از فقر میآید. یا میخوام بدونم حق من این بودست که یکی از ارگانهای ویژه با چوب بتون بزنن تو سر من؟ حق مردم مستضعف رو اینطور میدن؟ هر که حق امام حسین برای حق رفت، برای حق شهید شد. آیا میخوام بدونم حق اینه؟ حق کتکست. یه زن یه زن همه میتونن بزنن. خب خانم، خودت مثالی که زدی مثال بدی بود. گفتی امام حسین برای حق رفت، امام حسین زدم کشتنش. ببخشیدا، چون احساساتی هستیم ما، همون موقع بدون برنامه میگیم اینجوری میشه. البته نخه نباید بزنم تو سر شما، نوکر شما باید باشه مملکت، باید اجازه بدن، باید راهپیمایی بشه. از اول اگر این راهپیمایی ها اون سازمان مجاهدین که با خود این آخوندا بود درست عمل کرده بودن، جا افتاده بود. دیروز یه پیامی گذاشته این آقای فرخ، بذارید براتون پخش کنم، راجع به این که خب حالا اگه فردا مجاهدین رفتن ایران چی میشه. بذارید این آقای بهرامی زنگ زده، من باهاش تماس بگیرم ببینم چی میگه. 16 ثانیه. آقای سوربی، بهرامی هستم، به همین شماره زنگ بزنم؟ نه عزیزم، شما ببین الان مثلا با این شماره که زنگ زدی، اون شماره تلفن دستید نیست که من الان بتونم زنگ بزنم. فکر کنم اینه 516، بذارید من بهت زنگ بزنم. 516 باقیش 16 لطفا تلفن رو چیزای دیگر خاموش کنید، با هم با این صحبت کنیم. از بس دیگه تلفن نمیزنیم بلد نیستیم با چی. آقای بهرامی سوربی هستم از تلویزیون مردم. آقا روی ایر هستیم، اگه میشه من قطع کنم شما به این تلفن زنگ بزن، بلکه پیغام یعنی بهتمس که یه جایی هستید که صدا درست نمیاد. نه نه، مثل توی اگر صدایی اونجا چیزی هست خاموش کنید بعد زنگ بزن. اوکی مرسی. بله این اگر صدای کامپیوتر دیدید، من الان تلفن رو گذاشتم اینجا چون آمد نزدیک این بلنگو صدا داد. اتفاقا توی برنامه آقای تبریزی به من گفتن یه چیزی بگو، من میکروفون گرفتم گفتم، به من گفتن یه چیزی بگو، اینم یه چیز. بعد تا اومدم این ور سود زد. بله ایشون الان صحبت میکنه، اجازه بدین. الو الو. سلام، من ساکت میشم، شما بفرمایید. دوستان عزیز، آقای خسرو بهرامی رو داریم از نیویورک. بفرمایید آقای بهرامی، با شما هست. خدمت شما هستم، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزتون. جناب سازی، من چند تا تیپ براتون فرستادم، اگه کسی که خونده میشد سعی میکنم که توضیح بدم. آقای دکتر بهرام بهرامی ایشون مشاور شاه بوده زمان شاه از سال 71 تا 79 و ایشون معاون دانشگاه پل
من با آقای انصاری تماس گرفتم، گفتم از وجود چنین شخصی با اطلاع هستید؟ ایشون گفت که یه نفر به نام بهرامی توی به اصطلاح سفارت یا کنسولگری ایران بوده. گفتم خب حالا باز برای شما، برای ایشون اون پیام دوم شما رو فرستادم. نوشته های شما رو من میگیرم ولی نمیدونم یک کمی قابل خوندن نیست، چون جملات فارسی وقتی میفرستیم با گوگل وایس و اینا میپرن. در هر صورت نظر شما راجع به این تظاهرات و به اصطلاح جنبش اخیر در ایران چی هست؟ من نظرم راجع به این جنبش که الان جنبش نسرین ستوده سالی دیروز برنامه‌شون رو دیدید که ایشون راجع به همین حسین موسوی میگفت، سید حسین موسوی میگه آخه من نمیدونم، مردم نمیدونن که این 10 سال دو دوره نخست وزیر بوده، این مسئول جنایات هست. اون وقت حالا مردم هی فریاد میزنن کروبی سید حسین موسوی. ضمناً شما میگی که نمایند به اصطلاح رهبران مردم در زندان هستن. خب من با شما هم عقیده هستم، ولی چه باید کرد اگه اونا تو زندانن؟ انتخاب
بله به خود منم گفتن بر. بله ممنونم آقای بهرامی. اگه باز هم در این رابطه در روزهای آینده مسئله چیزی داشتید، با اون تلفن دفترتون وقتی پیام بذارید اون صدا خیلی بهتر پخش میشه، من در برنامه ها پخش میکنم. بسیار ممنون. بسیار ممنونم آقای برادر. من سوء استفاده میکنم مردم ما، تو خدا هوشیار باشه، هوشیار باشه. اونایی هم که خارج از کشور هستن میتونن قدمای دیگه بردارن، کمک این جوونا کنن، از لحاظ فکری، ذکری، هر جوری که میتونن کمک کنن به این جوونا، روشنشون کنه که با بیماریش وار برن جلو. ممنون. بسیار ممنونم آقای بهرام. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. وقتتون از بینندگانتون سرتون درد بردم. خواهش می‌کنم. امیدوارم که به روزی باشه که برای ایران بتونن قدم بردارن. منم امیدوارم. مرسی. با امید روزای بهتر. مرسی. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا حافظ. دوستان عزیز، با آقای خسرو بهرامی بودیم از نیویورک. ایشون قبلا هم مهمان برنامه‌های تلویزیون مردم بودن. با تایپ کردن یا نوشتن اسمیشون در کامپیوتر میتونید ویدیوها رو ببینید، یا با مراجعه به بایگانی مردم تیوی. و اما رهبرانی که دنبال جماعت را میفتن، به اینا نمیشه گفت لیدر، به اینا نمیشه گفت پیشنماز، به اینا میشه گفت چوپان. ولی پرسش اینجاست که مردم آیا اجازه میدن که اونها بره باشن و یک نفر مثل آقای هوشنگ رادخو، یک نفر نمیدونم مثل آقای ایکس، مثل آقای ایگرگ از آمریکا، از تگزاس یا از واشنگتن به اینها دستور بده که برید شهید بشید، کشته بشید، ایران رو آزاد کنید، من میخوام بیام اونجا بشم رئیس ایلات ایران. یه دوستی پیام گذاشته ساعتش رو هم 20 دقیقه قبل ببینیم کی بوده چی گفته. درود بر شما آقای صوفی، کردار هستم، سال نو رو مسیحی رو به شما تبریک میگم. تلفن من هست 778 کردار، و نمیدونم حالا رو ایر میخواین صداتون پخش بشه، نمیخواین رو ایر میخواین تلفنتون پخش بشه، ولی اون تلفنی که به من زنگ زدین 604 هست. من بعد از برنامه پیامتون رو گوش میکنم و بهتون زنگ میزنم. دوستان عزیز، من ازتون خواهش میکنم وقتی زنگ میزنید مثل ایشون اسمتون رو بگید، اگه دوست دارید فامیلتون هم بگید. بعد اگه نمیخواین این پیام پخش بشه تو برنامه اینجوری، بگید این پیام برای خود شماست، مثل این بذارید براتون پیام آقای خسرو بهرامی رو پخش کنم که تا صحبت میکنه بعد میگه این پیام برای خود شماست. گوشی نگاه کنید بشنوید اینجا. سلام از کردم آقای صوفی، بهرامی هستم، مزاحمت نمیشم چون داری کار میکنی، زحمت میکشی. این مسیج برای خودت تموش. تا میگن این مسیج برای خودته دیگه من اینجا پخش نمیکنم، گوش میدم. البته ایشون پیامشو گوش دادم. بنده امروز صبح در استودیو برای دوستان افغانی کار میکردم، وقتی ایشون تماس گرفت که با هم صحبت کنیم گفتم آقا من دوشنبه منتظر شما بودم، ولی میدونم دوشنبه اولین روز سال نو بوده، احتمالا شما با فامیل و اینها، مخصوصا تو این ایامی که این اوضاع و شلوغی ها در ایران هست، احتمالا همه نگران هستیم و اینها. و به ایشون گفتم شما کاری به من نداشته باش، شما پیامتو بذار، اگه من بتونم بهت زنگ میزنم، اگه نتونم گوش میدم مینویسم. پیام شما دریافت شد، خوشحالم که بالاخره فرصت شد ایشون در برنامه بیان صحبت کنن. و یه قسمتهایی من با ایشون موافقم که مردم فریب نخورن، باز از چاه و چاله در نیان به یک گودال و نمیدونم مرداب و باطلاق دیگه بیفتن. دوستمون آقای مجید میگه که به نظر من مردم باید تا حصول نتیجه ادامه بدن و خیابون رو
مثل انقلاب مصر خالی نکنند. اگر این حرکت شکست خورد و مردم سرکوب شدن، حکومت انتقام سختی خواهد گرفت و مردم مغلوب شکست خورده روزگار سختتر و بدتری در انتظارشون هست. دارم میبینم برنامه جالبی هست، خیلی ممنون. یه دوستی به نام خانم مونا آمده نوشته که دارم میبینم برنامه رو، جالبه، مرسی. خیلی خوشحالم که شما با ما هستین. شما میتونید نظراتتون رو هم اینجا روی فیسبوک ببینید و من اگر گاهی این ور رو نگاه میکنم، از بس به تلویزیونای دیگه غر زدم، گفتم بیچاره ها این مانیتورتون رو بیارید بذارید اینجا، یه مانیتوری بخرید که بیشتر تیلت بشه بیاد زیر دوربین. حالا خودمون به خاطر این فیسبوک و به خاطر این اکس اسپلیت مجبور شدیم هی این ور رو نگاه کنیم. اگه یادتون باشه قبلا این ور رو نگاه میکردم، چون قبلا من با یه سیستم دیگه ای از فیسبوک پخش میکردم. دوستان عزیز، همه شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همه شما میتونید از این اتوبوس که بنده خریدم، از این رانندگی من استفاده کنید، به شرطی که پول بنزینش رو بدید. حالا ممکنه اتوبوس هم دیزل باشه، پول گازوئیلش رو بدید، ولی هی بیاین سوارشیم ما هم یک قوطی گذاشته باشیم. همت عالی، اول انقلاب اتوبوس‌های واحد رو همت عالی کردن، شب همشون خالی، این قوطی میرفت گاراژ. بعد وقت شایعه در آوردن که راننده ها و شاگرد راننده ها حتما پولا رو میدوزن، و الا مگه میشه ملتی انقدر بی‌انصاف باشه که ببینه دولت اتوبوس 302 مرسدس بنز رو گذاشته سوار میشی میری به مقصد میرسی یه پولی نمیندازی تو این؟ بی‌انصاف هستیم. حالا این دوستمون میگه تا نتیجه مطلوب حاصل بشه، این خیلی حرفه. نتیجه مطلوب چیه؟ کسی که اومده بیرون داره برای گران فروشی و قیمت گران اجناس و دلار و طلا صحبت میکنه، اعتراض میکنه، چجوری میتونه نتیجه مطلوب رو بگیره؟ شما به من بگو. در هر صورت ممنون و متشکرم. و این ویدیو رو هم آقای مجید خوشنودی برای ما فرستاد، ویدیویی که من دیده بودم توی وبسایت ایشون. ایشون دو تا وبسایت داره، دو تا فیسبوک داره، یکی برای خودش گذاشته، یکی برای کارهای تبلیغاتیش و اینها، توی اون دیده بودم. و نمیدونم اون آقایی که این ویدیو رو بریده بود، الان این روزا خیلی این کار میکنن، بیشترشون هم مجاهدن، از افشین نریمان گرفته که خب خواهرش مجاهده، شوهر خواهرش مجاهده، نمیدونم خودش هم مجاهده یا نه، یا اصلا پول این برنامه رو از کجا میاره، تا افراد دیگه‌ای که این کارو میکنن. ولی جای تأسف داره سازمانی که 50 سال خودش رو به عنوان ارتش آزادی بخش معرفی کرده بود، امروز بشینه ویدیو درست کنه. شاید هم زمانه عوض شده، همینجوری که مجید میگه مثل مصر بشینیم، بشینن تو خیابون تا پیروز بشن. خب مصر نشستن تو خیابون پیروز شدن، حاصلش چی بود؟ اخوان المسلمین اومد بیرون از داخلش، که بعضیا به اشتباه میگن اخوان المسلمین، اخوان المسلمین اومد بیرون. حاصل حکومت اخوان المسلمین چی بود؟ مخالفا رو گرفت ریخت تو زندان. چی از توش اومد بیرون؟ کودتای این السیسی، چی این مرده، این اومد بیرون. خیلی خطرناکه، به این سادگی نیست. این اشتباه رو مردم 40 سال پیش تو قرن 20 کردن، گفتن شاه بره هر گوهی میخواد بیاد جاش، و آمد و گفتن آقا گوه خوردین، غلط کردین. حالا چی؟ حالا شما میگید اینا برن هر گوهی میخواد بیاد جاشون؟ تا که ما میخوام یه گوه بره؟ ببخشید شیرازی ها میگن گوه رفت سنده به جاش، یه چیزی اینجوری، ده نمونه بیکت خداش، یه چیزی اینجوری میگه. این وظیفه روشن فکره، وظیفه آقای رادخوه که اگه ادعا میکن روشن فکره، باید 6 ماه بره یه کلاسی اینجا یاد بگیره چجوری جنبش های گراس روت، یعنی ریشه ای درست کنه، نه اینکه وایسم هر وقت یه چیزی شد دوباره سلام به شما بروید بزنید بکشید، من میخوام بیام بشم ایلات، پرچم ایرانم اینه. آقا حالا کی پرچم میخواد که مال شما باشه که کاوه است، یا مال کردستان باشه که خورشید و کتاب و شاخه گندمه، یا مال آقای حخا باشه که سفیده؟
ببخشید اینو میگم ما، بهتر شما این پرچما رو بکنید یه جای خودتون، برید دو تا کلاس دو تا درس بخونید، یا اینکه مثل سوربی خفه بشید بگید من از سیاست نه چیزی میدونم نه الان به کسی میگم چه کاری انجام بده. این آقای رضا سلامی خیلی وارده، خیلی میدونه. من حتی یه دفعه به شوخی بهش گفتم آقا شما از بس میدونی حرف زدن تو صحبت کردن تو اینا مثل دیوونه ها شده. گفت به خدا تو مغزم خیلی چیزا میچرخه. آمده امروز یه ویدیویی گذاشته از دوستمون آقای رضا زرابی. آقای رضا زرابی معرفی میکنه که یه آخوندی اومده آلمان و توی منطقه هانوفر زندگی میکنه. میگم خب حالا آقای رضا زرابی آیا شما یا دوستانتون میرید ایشون رو بکشید؟ اگر یه ملتی بودیم که دیده بودیم مثلا وقتی شاه با زن و بچهش فرار کرده بود رفته بودن زده بودن کشته بودن فلان، نه حکومت بعدی هم میگه آقا من تو ایران باشم بهتره چون برم خارجم میان میکشن. ولی وقتی آخونده میبینم به به شاه اومد اینجا بچهش الان 50-40 ساله داره میخوره و میگرده و تو کازینوها عکسای رضا پهلوی رو بزنید تو کازینوها ببینید چه خبره، و مردک میگه من 24 ساعت زندگیمو گذاشتم دارم مبارزه میکنم. نه دیگه، البته 12 ساعت زیر رخت زیر لحاف مبارزه میکنه، 12 ساعت دیگه هم تو کازینو اینا. خیلی ممنون دوستان عزیز از یکایی که شما ممنون، متشکرم. اون روز من یک نوشته ای رو عمدن گذاشتم که جوکی بود در رابطه با دستقیب و انفجار دستقیب و خانم فرق خواستگاری فرق. برای من خیلی جالب بود آقای رضا زرابی که خودش آمد ماها همه رو نصیحت کرد که بله ما هممون فوش میدیم، بعد میگیم اون یکی فوش میده، بعد با وجودی که تو شعر 2017 به همه دعیوس و فلان اینها گفت، بعد گفت آقا این از لحاظ اخلاقی درست نبود. یکی دیگه هم که به من اعتراض کرد آقای فرهنگ حمید بود، گفت آقای سوربی من شما رو دوست دارم، ایشون راست میگه به من لطف داره، و گفت که این جوکه چیز نبود. میگم آقا وقتی خانم فرح دیبا هرزه بوده به پسر خاله خودش میگه من اختیار وسط پام دارم، هر کاری دلم بخواد میکنم، به هر کی دلم میخواد میدم، شما چی داری میگی؟ خب زنگ بزنید به دفتر خودش سوال کنید. این آقای رضا زرابی وقتی شما مینویسی که نقل قول میکنی از صادق هدایت که صادق هدایت گفته فوش در فرهنگ ما هست و خوب از این میراث ملی استفاده کنیم و به نحو احسن هم استفاده کنیم، و خودت هم میگی گاهی فوش میدی، چجوری به یکی دیگه اجازه میدی، به خودت اجازه میدی به یکی دیگه بگی فوش نده؟ بذار فوش بده، بذار مردم قضاوت کنه. در اصل ممنون و متشکرم از دوستان. و شما هم دوستان اگر میخواین پیام بذارید، پیامتون در برنامه‌های آینده پخش میشه. اگر میخواین پیامتون پخش نشه، یه چیز جالب براتون بگم، اون روز من دو تا پیام پخش کردم، بعد گفتم ببینید پیام سوم این دوستمون شاید بگه آقا آدرس تو بده ما یه پولی برات بفرستیم این سکو باز نگه داشته بشه. بعد دیدم گفته آقای سوربی من از مجاهدین میترسم پیام منو پخش نکن. گفتم ای بابا میذاشتی یه سال دیگه زنگ میزدی میگفت پیام سال قبل پخش نکن. دوستان ما کی میخوایم یاد بگیریم؟ اگر یک کسی هست داریم باهاش صحبت میکنیم، میخوایم این حرف ما بین این خودمون، همین جوری که میگیم که این چیزی رو که من بهت میگم بین خودم و خودت بمونه، وقتی هم دستگاه جواب میده میگه خیلی ممنون که با تلویزیون مردم تماس گرفت، بذار یه زنگ بزنم به تلویزیون مردم یه پیام برای خودم بذارم، بلکه شما هم یاد بگیرید چجوری آدم پیام میذاره. البته وقتی خودم زنگ میزنم پیامامو چک کنم میبینم خیلی طولانیه. دوستان عزیز شماره تلفن تلویزیون مردم هست 202-695-2573. ما یه پیام امتحانی میذاریم، امیدوارم شما دوستان هم اینجوری کپی کنید یاد بگید. سلام، من سوربی هستم،
دارم به دوستان میگم که چجوری. راستی این پیام فقط برای خودتون آقای سربی، برای کسی پخش نکنید. و من میخواستم درباره جنبش های ایران صحبت کنم. و این آقای پرویز کجا رفتی؟ پرویز جرمنیه؟ آه پرویز جرمنیی، من نمیدونم شما چرا جرمنی رو با آی و وای نوشتی. ایشون با من دیروز صحبت میکرد و میگفت که من میدونم. گفتم خب بیا بگو. گفت نه هفته قبل گفتم. آخه عزیز من که همه چی رو نمیرم بخونم، همه چی رو نمیدونم. در صورت پیام طولانی شد. خیلی ممنون از برنامه های خیلی خوبتون. من نمیدونم اصلا اگه این تلویزیون مردم نبود من چه خاکی بر سرم میکردم. خدا نگهدار. ضمناً شماره تلفن من هست 202-695-2573، ولی به من زنگ نزن. خداحافظ. خب پخش. حالا ما میایم ببینیم این پیام چجوری اینجا پخش میشه به این سادگی. این چه مشکلیه که ما نمیتونیم یه پیام به این سادگی بذاریم؟ من نمیدونم، هنوزم نتونستم اینو به اصطلاح کشفش کنم. این ماجرای کشف کردن دیدم باز آقای رضا زرابی به اشتباه برای رفع حجاب نوشته کشف حجاب. دوستان غلط بود، آقای رضا شاه کشف حجاب نکرد. حجاب هزاران سال پیش کشف شده بود برای جلوگیری از گرد و قباد و گرما و اینها، و آقای رضا شاه آمد رفعش کنه که خراب کرد. آخوندا کشف نکردن، آخوندا اجبارش کردن که اینها هم نمیتونن. به به، پیام یک شنونده و بیننده رسید، با هم بریم گوش بدیم و از این آقا یاد بگیریم گذاشتن پیام رو. بفرمایید. پنجاه و پنج ثانیه. سلام، من سوربی هستم، دارم به دوستان میگم که چجوری. راستی این پیام فقط برای خودتون آقای سوربی، برای کسی پخش نکنید. خودم هم یادم رفت. من میخواستم درباره جنبش های ایران صحبت کنم. و این آقای پرویز کجا رفتی؟ پرویز جرمنیه؟ آه پرویز جرمنیی، من نمیدونم شما چرا جرمنی رو با آی و وای نوشتی. ایشون با من دیروز صحبت میکرد و میگفت که من میدونم. گفتم خب بیا بگو. گفت نه هفته قبل گفتم. آخه عزیز من که همه چی رو نمیرم بخونم، همه چی رو نمیدونم. در صورت پیام طولانی شد. خیلی ممنون از برنامه های خیلی خوبتون. من نمیدونم اصلا اگه این تلویزیون مردم نبود من چه خاکی بر سرم میکردم. خدا نگهدار. ضمناً شماره تلفن من هست 202-695-2573، ولی به من زنگ نزن. خداحافظ. 55 ثانیه. نه نوشته بودم، نه از قبل آماده کرده بودم. میشه دوستان زنگ میزنن میگن آقا پیامگیرت هم که نمیذاره آدم سلام کنه. خب قربونت برم، یعنی سلامت 3 دقیقه طول میکشه. ضمناً آقای پرویز جرمنی دیروز به ایشون گفتم که خب بیا مهمون ما باش حرف بزن. گفت آقا من متاسفانه وقت ندارم. آقای جرمنی من نمیخوام مثل دیگران بگم آقا تو که همش 24 ساعت رو فیسبوک هستی، چون این نشون میده که خود منم 24 ساعت رو فیسبوکم. بهتون گفتم موقعی که تلفن ها باز بود برای برنامه های ایرانی دوستان زنگ میزدن میگو آقا این خانمی که قبل از من زنگ زد، من نمیدونم این پدر سوخته پول از کجا میاره. میگفتم برای چی؟ حالا به شما چه مربوط پول از کجا میاد؟ میگه آقا این همش 24 ساعت داره تلویزیون نگاه میکنه. میگفتم شما از کجا میدونی که این 24 ساعت داره تلویزیون نگاه میکنه؟ خب شما هم داری 24 ساعت تلویزیون نگاه میکنی. اگر شما از یه جای پول آوردی که میتونی بشینی و 24 ساعت تلویزیون نگاه کنی، فکر کن اونم از همون سازمان، از همون اداره، از همون پدر، از همون بهش پول رسیده داره نگاه میکنه. کارمون دوستان خیلی خرابه. بازم خدمتتون میگم تلویزیون الهوره که یه بخشی از وایس آف امریکاست، میخواد نظر 2-3 تا جوون ایرانی رو درباره اوضاع در ایران بدونه. اگه مایل هستید با من تماس بگیرید تا ترتیب به اصطلاح تماس شما با اون آقای خلیل بنتوالی داده بشه و اینا با شما انگلیسی صحبت میکنن و اون انگلیسی رو بعدن برای بیننده های عرب زبان یا به صورت زیرنویس یا به صورت به اصطلاح صدا، ولی صدای شما پخش میشه. و دلیلی هم که این کارو میکنن نوار شما موجوده که اگه شما به انگلیسی گفتی من فردا میخوام برم به ایران، اونا یه چیزی دیگه ترجمه کردن، شما بتونی بری پدر صاحب بچه رو در بیاری. همینجوری که این آقای عقب افتاده کیه که میخواد پدر ما رو در بیاره. در هر صورت چی بود فامیلیش؟
ما باقری، آقا باقر بیاد. آقای یوسفی نوشته آقای سربی با کمال تأسف آقای زرابی به پروفسور سمیعی بزرگترین تهمت و فحش داد. این احمق نمیداند که دکتر برش قاتل و غیره فرقی نمی کند، باید سوگند پزشکی خود را پایبند باشد. نفرین بر امثال زرابی. پروفسور سمیعی بزرگترین جراح مغز دنیا اهانت و ناسزا گفتن. ببین با همه اینا بذار بگه آقا، شما فکر میکنی از قدر و شأن دکتر یا پروفسور سمیعی کم میشه؟ ولی شما درست میگی، شما همین کسی که ترور میکنه 8 نفر رو تو نیویورک میکشه یا با ماشین میزنه 20 نفر رو کور و شل و نمیدونم فلج میکنه، وقتی میبرنش بیمارستان اون دکتره که میاد، یه فیلمی هست اتفاقا، یه خانم پرستاری میاد پلیسه بهش میگه از این خون بگیر، میگه من طبق قانون نمیتونم بدون اجازه ازش خون بگیرم، میگه نه این آدم کشته ما دی... میگه ببین من برای تو کار نمیکنم، من برای شغل شریف پرستاری کار میکنم. اون چیزی هم که شما میگی سوگند سقراط افلاطون کیه؟ اینجا بهش یه چیزی میگن تو مراسم که ما میریم فیلم برداری میکنیم، این سوگند رو یاد میکنن، که متاسفانه بعضی از دکترها این کارو نمیکنن، وقتی به پول میرسه اون سوگند دکتر بودنشون فراموش میشه. دوستان عزیز، من قرار بود جمعه درباره آقای چمنارا و یک ربایی که ایشون با هم مصاحبه کردن و این فیلم رو شما از جمعه تا حالا از تلویزیون مردم حداقل 20 بار دیدید صحبت کنم، بعد پیش خودم گفتم که نه آقا ولشون کنم دیگه، من چقدر بگم بابا اینجوری فایده نداره. آقای ربای رفته نشسته کنار کتابخونه‌اش اینجوری، بعد میگه، بعد آقای چمنارا حرف میزنه، بعد آقای چمنارا میگه اینا تلویزیون خودشونو دارن. میگم آقا قربونت برم، از چند روز پیش تا حالا 50 نفر تماشا کردن این ویدیوی شما رو، تازه شما تبلیغ کردی، برای دوستانت فرستادی. آخه ما کی میخوایم، ببخشید نمیخوام بگم کی میخوای آدم بشیم، ولی کی میخوام اصلا شعور بیزینسی یاد بگیریم. همین آقای چمنارا شما ببینید شعور بیزینسیش بالاست دیگه، که آقا با 20 دلار 50 دلار میاد توی بالاترین براش میذاریم، توی توییتر براش میذاریم، توی فیسبوک براش میذاریم، توی مردم تیوی براش پخش میکنیم. والا بعض وقتا میبینی ساعت 1 دلار داده. ضمناً دوستان شما با ساعت 1 دلار میتونید تلویزیون خودتون رو داشته باشید. یعنی این هست تلویزیون مردم، شما اسمت پرویزه تلویزیون پرویز، اسمت قاضیه تلویزیون قاضی، قاضی و قاضی یادتونه ماجراش طرف رفته بود خواستگاری، آمدن دنبالش تو میدان اکتبان چیچی اکباتان میگشتن، گفت ما دامادمون قاضیه، گفت والا قاضی که تو دادگاه است، اینجا تو میدون چی اینها، گفت معلوم شد که این بابا نه که زبان لهجهش اینجوری بوده، میخواسته بگی من قاضی هستم، یعنی کپسول گاز و اینا میفروشم، گفته من قاضی هستم، خانواده عروس هم رفته بودن اونجا. در صورت تلویزیون خودتون میتونید با ساعتی 1 دلار داشته باشید، اختیارش دست خودتون. یه ویدیو گذاشتم روی یوتیوب، برید نگاه کنید، اگرم میخواین بگید تو براتون لینکشو بفرستم و هر چی بخواین میتونید پخش کنید. ولی یادتون باشه دوستان، تلویزیون اصلا احتیاج نیست. شما این تلفنم کجا مونده؟ تلفنم مونده تو اون اتاق، چه بهتر. شما تلفن‌های دستی این روزا رو بردارید اینجوری بذارید با فیسبوک میرید لایو، ولی کی میشناسه شما رو بیاد نگاه کنه؟ ضمن اینکه یه پسر 22 ساله 60 میلیون نفر میرن تو 24 ساعت نگاش میکنن. البته از دیروز برای خودش درصد درست کرده، چون رفته از یه کسی که خودکشی کرده و خودش رو به درخت آویزون کرده فیلم گرفته، مسخره کرده. حالا بعضی ها میگن تو این فیلمی که گرفتی بچه‌ها جوونا رو تشویق میکنی که برن خودکشی کنن، بعضی ها میگن تو این که خودکشی کرده مسخره کردی. امروز خلاصه به غلط کردن افتاد، غلط خوب غلط چی نامه چی خوردم افتاد. آقا با رکن 2 ارتش سابق شوخی نکن، آقای جرمنی شوخی ندارد. جالبه من تو رکن 4 بودم توی اهواز. رکن 4 چی بود؟ تدارکات بود، چی بهش میگفتن؟ لوجستیک. بعد که اومدم شیراز که دیگه هوابرد و چتباز و حکومت نظامی و خیلی اوضاع بد بود. در هر صورت آقای جرمنی رکن 2 اطلاعات و ضد اطلاعات بودن. بیا صحبت کن آقا، و شما لازم نیست وقتی من برنامه دارم صحبت کنیم،
شب ساعت 12 جرمنی که اینجا ساعت چنده 6 صبح زنگ بزن، پیام بذار خیلی قشنگ، بگو سوربی من درباره این انقلاب جدید میدونستم اینجوری، چون اینجوری که شما مینیستی وای میسی یکی که بیاد هی سوال پیچش کنی آقا منظور شما از سیاست چیه، اون بگه من سیاست، اینا فایدهش چیه؟ تخم مرغ اول اومد یا مرغ اول اومد؟ چند تا پس چند تا، 6 تا پس چرا 6 تا پس چند تا اینا. در صورت آقای چمنارا و آقای ربا یه فیلمی درست کردن براتون میذارم، این رو هم نگاه کنید، ولی از همه اینا بریم بیرون دوست. ما یه فیلمی رو به خاطر سال نو تقدیم به شما میکنیم، از آقای دکتر ایران بومی هم ممنونم که این فیلم رو برای من فرستاد. این یه فیلم هندیه و ماجرای این خداها و پیغمبرا و افرادی که بهشون دل میبندیم، اینا رو ازشون یه بوت بزرگ میکنیم و اینها، اینا قشنگ نشون میده. حالا این فیلم رو دو کار انجام میدم، برای اونایی که تو فیسبوک هستن لینکشو میذارم زیر فیسبوک تماشا کنن، برای اونایی که مردم تیوی دات کام نگاه میکنن لینک، یعنی این فیلم رو میذارم بعد از فیلم آقای چمنارا. قبل از من برنامه کانون آوا بود، بعد برنامه من، برنامه آقای چمنارا، این فیلم، برنامه آقای ارشاد، دوباره آوا سربی، این و فیلمی رو که آقای چمنارا برای یک بار پخش 20 دلار داده که یک ساعت باشه، فیلم یک ساعت و نیمه و ما تا حالا 20 بار پخش کردیم، یعنی برای یک بار باید 30 دلار میدادن، ما تا حالا 20 بار پخش کردیم برای 20 دلار یک ساعت و نیم فیلم. ببینید آقای چمنارا با این دوستمون چی میگه. فقط یک دقیقه اجازه بدید من ازتون خداحافظی کنم و امیدوار باشم همینجوری که ما امیدوار بودیم که این سال نو سال بهتری باشه، با همه این شلوغی ها و اینها مردم ایران و دولت ایران یه فکری بکنن که خودشون تکه تکه نشن، مردم به دردسر نیفتن، ایران تک تک نشه، و اگر کسی هم میخواد صحبت کنه حرفی داره، من مثلا این آقای رحیمی اگر 10 دلار 20 دلار حداقل فرستادون، آقا تو پول میدی به آمریکایی اتوبوس کرایه میکنی، خب 10 دلار هم بده ایرانیه برات پخشش کنه که این اتوبوس از کجا سوار میکنه، کجا میره، چه سازمانی پشتشه. دوستان سازمانی که روز شنبه به نام ایرانیان امریکن فلان میگه، من شک دارم، فکر میکنم اینا همون سازمان مجاهدین هست. حالا اگه اینا سازمان مجاهدین نیستن، یکیش مثل یه دسته گل بیاد جلو بگه نه آقا ما مجاهدین نیستیم، من آقای فلانی هم، آقای فلانی هم، آقای توشیزی میتونه ازشون دعوت کنه از طرف من. از یکایی که شما که با ما بودید ممنون و متشکرم. اجازه بدید ببینم دوستان اینجا چی نوشتن. آقای سربی، جرقه گرانی ها و این انقلاب از گرانی تخم مرغ شروع شد، درود بر تخم مرغ. اسم انقلاب رو بعضی ها انقلاب تخمی گذاشتن، با عرض معذرت. خیلی ممنون. سم گفته که why a lawyer advertised is her why a lawyer advertised is her question mark where is his comment. من نمیفهم. آها اینه، آها آقای شهرام ایران بومی، خب ایشون لویره ولی درباره چیزای مختلف صحبت میکنه، جلسه میذاره، اینو میگید، و ایشون هر نیست، هیم هست. و اما ماجرای این انقلاب تخمی که شما میگید، میدونید که ما یه ضرب المثلی هم داریم، میگیم بابا تخمی بود، این از اونجایی میاد که مثلا بادمجونش تخمی بوده، بعد حالا میشه تخمی. چیزی که هست، هر چیزی ما میاد، چون ذهنامون کثیف و چیزی، همین دوستمون هم از خلیج فارس گفت که ما آدم ها بدترین نوع حیوانات هستیم، بیشترین فحشا رو میدیم، تا میگن کاسه شعر، کاسه رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنیم، تا میگن بادمجون تخمی یه چیز دیگه میگیم. و اما دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، میگه میدونی اشکال ما اینه که ما فکر میکنیم مردم بعد از ایران انقلاب 1357 عوض شدن. گفت نه سربی جان، مردم عوضی شدن. نظر شما چیه؟ مردم عوض شدن یا مردم عوضی شدن؟ این رو به عنوان تیتر برنامه میذاریم. از آقای چمنارا ممنون و تشکرم. به ایشون گفتم سال 2018 سال جدید، نرخ جدید، و اینجا دیگه من برنامه‌ای که شما برید تو فلان رادیو بیای صحبت کنی اینا پخش نمی‌کنم، ویدیوهای خودتون رو ضمناً برنامه‌ها رو
مثل تلویزیون‌های دیگه سعی میکنم اجازه ندم هی اسم این تلویزیون رو ببرید، اسم اون آقا رو ببرید. شما میتونید بگید یه آقایی توی یه تلویزیونی اینجوری گفت، ولی بیای اینجا بگی بهبهانی با تلویزیون میهن تیوی، خب هر کسی هم تا امروز نشناستش میره اونجا. یعنی ما خودمون آدرس میدیم دست مردم، میگیم اینجا وای نس و برو اونجا نگاه کن. البته بهتره برن نگاه کنن ببینن بهبهانی چه پخیه، برگردن بیان اینجا بگن بابا با صد رحمت به این کفن دوز اولی، اگه کفن پدر اونو میدزدید تو کفن تو قبرش خرابکاری نمیکرد. روز روزگار بر شما خوش. ساعت 12 ظهر جمعه با دوستان از کانون آوا خواهیم بود و اگر تا اون موقع اتفاقی بیفته، مهمانی باشه، ممکنه مثل دیروز که یه برنامه فوق‌العاده گذاشتم با آقای دکتر حسن ماسالی و اگه ندیدید برید ببینید، اونجا میتونید شما برنامه داشته باشید و دیگه همین. ممنون و متشکرم. بذارید آقای شهرام ایران بومی یک چیزی از فیسبوک گذاشته، ببینم اگه باز میشه اینو به شما نشون بدم. و همون آگهیه که ما تو تلویزیون مردم داریم پخش میکنیم، پیرامون راهکارهای این اذیت میکنی آقا ایران بومی، این که ما رو 27 دسامبر ما پخش کردیم رفته اومده، ولی نوشته های ایشون قشنگه. نوشته همیشه راهی وجود دارد، نشون داده که یک برگ سبزی از وسط چوب آمده بیرون، والا اینجا از وسط آسفالت سبزی سبز میشه. من میگم خدایا ما این آسفالت رو باید با جکهمر بشکنیم اگه میخوام یک کابلی رد کنیم. چجوری این به اصطلاح این علف ظریف از توی این میاد بیرون؟ اینم از این پیرامون راهکارهای قانونی برای مبارزه با خشونت در خانواده و اجتماع و راهبردهای پیروزی در دادگاه با دکتر ایران بومی، وکیل دادگستری در آلمان. اگه اطلاعات ایشون خواستید با من تماس بگیرید و از یکایک شما ممنونم که با ما بودید و وقتتون رو اینجا تلف کردید، چون هدف شما تلف کردن وقتتون بوده، چون کاری نداشتید. یه دفعه به این سکوی دیوانه زنگ زدم گفتم آخه مردک تو که میگی ما امروز جلو فدرال بیلدینگ تظاهرات داریم، خودت نشستی اونجا یه کاغذ بنویس بذار اینجا بگو ما رفتیم جلو فدرال بیلدینگ، شنبه تظاهرات گذاشتن، من نمیرم، چون من مظنون هستم که این سازمان، همون سازمان مجاهد به یه اسم جدید، اگه کسی باور داره این سازمان سازمان مجاهدین نیست، ایرانیان امریکن کامیونیتیز، بیاد جلو خودشو معرفی کنه تا مردم حرفشو قبول کنن. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر.